عاشق یارم، عاشق یارم، مرا با کفر و با ایمان چه کار؟ کشته یارم، مرا با وصل و با هجران چه کار؟ کشته عشقم، مرا از شحنه و والی چه غم؟ مفلس اورم، مرا با عامل دیوان چه کار؟ پرده‌دار و حاجب و دربان ندارد درگهش، پس مرا با پرده‌دار و حاجب و دربان چه کار؟ مسجد و محراب ما ابروی جانان است و بس، چون چنین از کار ما با گفته اینان چه کار؟ چون که اندر هر دو عالم مقصدم یار است و بس، با بهشت و دوزخ و با حور و با غلمان چه کار؟ به نام خدای رحمان و رحیم. با سلام و عرض ادب خدمت خانم ها و آقایان، روز همه دوستان بخیر. جلسه قبلمون با بحث ذهن و موضوع بینش ها آشنایی مقدماتی پیدا کردیم و متوجه شدیم که بزرگترین مبارزه انسان در طول تاریخ بحث مهار یک منی از منهای وجودی ما هست که نقشش اینه که نگذاره ما در یک جایی حاضر بمونیم. کارش اینه که در واقع ما همواره غایب باشیم و در اون محل حضور نداشته باشیم. حالا یا اگر در حال حاضر در یک مکان دیگری هستیم، اگر نه یا گذشته ایم یا آینده. نقش اون اینه. و با این حساب توضیح دادیم که ما از دریافت آگاهی محروم میشیم. حواله های ما همه چی میشه؟ سوخت میشه. حواله هامون میارن، حواله هامونو بعد در میزنن، میبینن که ما خونه نیستیم. خب حضور فیزیکی داریم ولی خود خودمون صاحب خونه به اصطلاح اینجا نیستش. و خلاصه این که در طول تاریخ راه‌ها و روش‌های بسیار متعدد برای اینی که این من طاغی و طاغوت کنترل بشه، ولی خب موفقیت چندانی در اون به دست نیومده. بعد به این مسئله برخوردیم که بحث طاغوت، طاغوت درونی و بیرونی، اونجایی که گفته میشه و من یک برو به طاغوت فستم سکه بالعربت الوسخا لهم فساملها. طاغوت عوامل طغیان، عوامل طغیان درونی بیرونی. حالا وقتی به درون میریم میبینیم که یک مشت منهای مختلف در درون عوامل طغیان هست. این هم یکیشونه، این هم یکیشونه که ما رو از حالت تعادل خارج میکنه و ما رو درگیر مسائل و مشکلات میکنه. عوامل بیرونی هم که خب فرعون‌ها و اینا مشخصه. خب و ما اگر که بتونیم مهار بکنیم، به یک ریسمان محکمی چنگ انداختیم که خب اون زمینه لازم برای اون ارتقای کیفی هست. حالا دوباره در بحث لا اله الا الله گفتیم که لا اله الا الله درونی داریم، لا اله الا الله بیرونی داریم. و اینه که لا اله الا الله درونی، وحدت درونی، درون کی سر کاره؟ خب قبول دارین که ما هر لحظه یکی سر کاره؟ یک نفر قدرت رو به دست داره؟ بنابراین لا اله الا الله منظوری نیست که بگو خدا یکیست. خب گفتیم، آیا مسئله اون حل شده؟ مگه نگفته بودیم تا حالا؟ مگه نمیگیم؟ از یک بچه هم بپرسیم خدا چند تاست، میگه یه دونه است. خب ولی بچه را مشکل ما حل نمیشه. خب به خاطر اینکه مشکل ما در حرف نیست، مشکل ما در عمله.
و تو بحث ارتقای کیفی گیریم. خب حالا توی این رابطه یک وحدت درونی باید چی بشه؟ ایجاد بشه. یعنی این درون ما کی سر کاره و یک ثباتی این وسط پیدا بشه. در واقع درون ما مثل حالت ملوک و توایفیه، هر لحظه یکی سر کاره، هر ساعتی یکی سر کاره، یه ساعت بعد اونو میزنه کنار اون سر کاره و ما نمیدونیم. در واقع خب ما به هر حال تکلیف ما رو کی قراره نهایتا تعیین بکنه و ساده ترین نمادش هم یا نمودش هم همون عدم ثبات شخصیتی و عدم ثبات کاراکتریه. خودشناسی یعنی در واقع حالا اینجا که مقدمه خودشناسی رو در واقع داریم کار میکنیم، مقدمه خودشناسی این صورته که حالا در ظاهر خود ما هم یک زمانی اگر اینو میشنیدیم میگفتیم خب یعنی چی، مگه ما خودمون رو نمیشناسیم؟ ولی امروز متوجه میشیم که نه، واقعیتش اینه که خیلی خبرها هست و ما از اون بیخبریم. در واقع شناخت خود یعنی که مدیریت من، یعنی حالا یکی از چیزایی رو که باش دست به گریبان میشیم مدیریت من. خب این یکی از مباحث خودشناسی، مدیریت من، شناخت منهای درون، من برنامه ریزی شده، من برنامه پذیر، من مجری، من معنوی، من نمیدونم چی، همینجوری منهای مختلف و هر کدوم از اینها یک ماجراهای مفصلی. از جمله یکی از پرهیاهوترینش همین من است که در این دوره باهاش سر و کار داریم. یعنی این من خیلی به اصطلاح از راندمان‌های کاری ما رو به باد میده، خیلی از مسائل ما رو تحت شعاع قرار میده و در واقع روی خیلی از کارهای ما هم خط میکشه و تو بحث تعالی هم اگر یک نفر به تعالی برسه اما بعدن ببینیم این من هنوز آزاده و تو کنترل نیست، رو همه تعالی چی میشه؟ خط میخوره. یعنی انسان بردست، انسان بردست و در اسارت به سر میبره. ارباب کیه؟ ارباب این من، من زیاده، کدوم من؟ من خب من زیاد داریم. حالا الان وقتی میگیم من دیگه پس ببینید که وای از من و منهای من، کدوم من، کدوم منو داریم صحبت میکنیم؟ الان اینجا این منه، لذا همه انسان ها در اسارت به سر میبرن و یکی از شرایط این تعالی رهایی از این اسارته. خب به دنبال این قضیه و شناسایی این من دو تا کار میتونستیم بکنیم. یکی اینه که بیایم و زور بزنیم و خودمون رو چیز کنیم و تحت فشار قرار بدیم، ببینیم که ما حاضریم تا میخواد اینو ما رو ببره خلاص یه کاری کنیم و یه زوری که در طول تاریخ زیاد زدن ولی موفقیت چندانی در دست نیست یا خبرشو نداریم، نمیدونم. میشه توان فردی، حالا چه کارهایی کردن، مدیتیشن ها کردن، نمیدونم چی کار کردن، مدیتیشن نمیدونم رو شم، رو چی، روی نمیدونم که، بلکه این از چند جا جمع میشه بیاد یه جا، تازه بیاد یه جا، اما خب نمیدونیم. اونطور که جلسه قبل صحبت کردیم دیدیم که انسان چندان موفق نبوده. خب این توان فردی است، مدیتیشن نمیدونم چی، اینا توانای فردی است. یعنی ما بریم توی یه حالتی در یه قضیه ببینیم که نتیجه چی است. اما خب این مسئله
بعد از اینکه اختیار کردیم دو تا راه داشت، یکی اتصال، یکی توان فردی. خب توان فردی رو که ما کنار گذاشتیم، از اتصال ما استفاده کردیم، در اتصال ما کمک گرفتیم که دیگه در واقع نخواهیم یه راه طولانی رو بریم. مثلا این مدیتیشن 10 سال کار میخواد، خب، و ما همچین وقتی رو نداریم که بخوایم رو همچین چیزی بذاریم، برای اینکه همین یکی نیست که بگیم خیلی خب ما 10 سال از عمرمون رو میذاریم روی این کار. همین یکی نیست که، خب اینقدر به قولی بیچارگی داریم که اگه به این یکی بود میگفتیم خیلی خوب. همچین عمری رو نداریم که بخوایم روی این یکی بذاریم، چون بقیه رو چیکار کنیم؟ حالا این یکی رو هم درست کردیم، بقیه چی؟ و اون وقت عمر نوح میخواد تا همه این مسائل جمع و جور بشه و به یک سر و سامانی برسه. خب ما از همون بحث تسهیلات رحمانیت استفاده میکنیم و دوباره همون قضیه که برای ما اسم اعظمه. خب همون اسم اعظم پیش ما باشد قدیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که خب یک ماجرایی است، رحمان تسهیلات حرکت الهی راجعون هست، تسهیلات حرکت. وقتی میگه به سوی او، خب حتما تسهیلاتی هم باید پیشبینی شده باشه که خب رحمت، رحمانیت عام الهی هست و رحیم تضمین و ضمانت حرکت، تضمین این که به او برسیم. خب این رحمانیت عامه، این رحمانیت خاصه. آیا خدا نام داره؟ خب حالا یه جایی میبینیم که خدا نام نداره و اصلا میگیم خدا یعنی خدا. اینا چیزای زمینی است و اون سبحان الله اما یصفون، او از هر صفتی که ما قائل بشیم مبراست. سبحان الله اما یصفون. خب پس نام به عبارتی در اصل نداره. اما چند تا خدا داریم؟ یه دونه داریم؟ به تعداد، به تعداد الله، گاد، یهوه، نمیدونم خدا، اینها مسائل زمینی است، اینا نامگذاری های انسانی است. گفته بله در اونجا گفتن الله، اونم اومده گفته منم الله، اونی که شما میگید منم. خب یهوه عادتی گفتن، یهوه اومده گفته منم، اونی که دنبالش میگردین منم. خب در واقع میگید خالق، خالق منم، منم اینم اینم اینم، یه رمز و رموزاتی به جا گذاشته شده. خب چند تا خدا داریم؟ حالا ببینیم که چند تا خدا داریم. خب یه خدایی داریم، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شان سرت. خب آیا اون خدا بود یا نبود؟ چون آخری برای موسی اومد و این پیام رو گرفت که هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. پس دیدیم که اونم قابل قبول بود، درسته بود یا نبود. و بعد میاد این سمت، پس میشه یه خدای نادیدنی قابل توصیف، یعنی نادیدنیه که ما میتونیم توصیفش بکنیم. یا این عبارت هم بد نیست که گوش بدیم، ای برون از وهم و قیل و قال من، خاک بر فرق من و تمثیل من. بنده نشکی بعد ز سیمای خوشت، هر دمی گوید که جانم مفرشت. وقتی که نمیتونه تو رو درکت بکنه،
میگه که جانم مفرشه، اون مفرش نمیخواد. همچنان چوپان که میگو وی خدا پیش چوپان محب به خود بیا، تا شپش جویم من از پیراهنت. خب و الی آخر. خب ببینیم که همچین خدایی هم قابل قبوله، قابل قبول بوده. منتها تو را آنچنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر فهم خود هر کسی کند ادراک. خب بریم ما قبل اون میبینیم که بله در یک جایی دنبال خالق میگشتند، عقلشون اونقدر یعنی کشش ذهنیشون اونقدر شد که بگن نمیدونم این خورشیده، اون ماهه، اون نمیدونم چیه. همینجور روزای مختلفی هم اومدن برای این خدایان گذاشتن، ساندی روز خورشید، مانده روز ماه، ساتردی روز ساتر و الی آخر، که در واقع تصورشون این بود که با ذهنیتشون. اما اونا دنبال همون چیزی میگشتن که ما میگشتیم، ما میگردیم، نسل قبل میگشتیم، نسل بعد، هممون یک چیز دنبالشو میگشتیم. ولی کشش ذهنی ما چیه؟ کشش ذهنی ما متفاوته در هر عصری. خب بعد اومده شده خدای نادیدنی موصوف و بدون تجسم، یعنی تجسم نداره. در اونجا تو کجایی تا شوم من چاکرد، چار و قد دوزم کنم شان سرد، تجسمی از او بوده. اما بعد تجسمی ازش نیست. الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. خب این تعریف هم درسته هم به عبارتی بله نیست. به عبارتی اگه ما یکی ممکنه تجسم فیزیکال بکنه بیاد جلو بگه که این خدایی که شما میگه نور آسمان و زمینه فرکانسش چیه، خب طول موجش چیه، و یه دفعه اونو بیارش تو عالم فیزیک. ولی اگه این کارو نکنه ما بین خودمون میدونیم که چی داریم میگیم، درسته یا نه؟ درسته؟ خب بنابراین از یه خدایی که نام نداره، خدایی که قابل توصیف نیست، هیچ رقم توصیفی که ما بخوایم در مورد او انجام بدیم نمیتونیم. آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. چیزیست که در اندیشه ما نمیاد، اون چه که میاد اون نیست، اون فراتر از اندیشه ماست. خب به یه چیزی برمیخوریم به نام عدم. عدم چیزی، جایی که غیر قابل توصیفه. جهان، ما میگیم جهان هیچ قطبی، در دنیای عرفان گفتن عدم، البته کشف رمز نکردن، ولی حالا که ما باز کنیم با هم دیگه متوجه میشیم که منظورشون از عدم چه بوده. این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود، که مددهای وجود از عدم است. این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. از عدم سوی هستی هست یا رب کاروان در کاروان. خب من حالا یه عده میگن آخه چطور میشه از نیستی هستی به وجود بیاد؟ منظور این هست که ما یک جایی داریم که نمیتونیم توصیفش کنیم. خب نمیتونیم توصیفش کنیم، همین. و سبحان الله اما یصفون، او از هر توصیف ما مبراست. توصیف ما برای خودمونه، برای اینکه بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. خب بنابراین یه جایی داریم که بینامی است. به نام بینام او بیا تا شروع کنیم. دور دو، به نام بینام او بیا تا شروع کنیم.
خب پس یک چیز در واقع به این صورت یک لول دیگری هست که این تو توصیفات رو میکنیم، میگیم غنی، حمید، سمیع، بصیر، رحیم، غفور، درسته؟ اینا رو میگیم. خب ما چون در جهان دو قطبی تضاد رو میشناسیم، معنای رحیم و غفور رو نمیدونم این حرفا رو میفهمیم معنی میده. اگر بریم جایی که تضاد نیست، اینا همه چی میشه؟ خب مفهومش رو از دست میده. الان اینجا هستی میگیم خدا عادله، اگه بریم جایی که تضاد نیست، عدل چه معنی میده؟ هیچ معنی نمیده دیگه. خب رحیم چه معنی میده؟ الان اینجا برای ما معنی داره. از اینجا اگه بریم بالاتر، یه لول بریم بالاتر، دیگه معنی نمیده، معنی نداره. خب بنابراین اینجا هم که شد، خب خدای نادیدنی موصوف مجسم، میتونستیم تجسمش کنیم، اینجا خدای نادیدنی موصوف بود، قابل وصف بود، و بعد اینجا خدای دیدنی موصوف مجسم بت بود. خب کشش نداشتن که چیز نادیدنی رو داشته باشن. ببینید یک تجسمی، یک چیزی رو از اون خالق کل میبایستی جلو چشون داشته باشن. خودشون میدونستن این خالق نیست، ولی ذهنشون کشش نداشت که نادیده با نادیده رو در رو باشن. میبایست یه چیزی رو مجسم بذارن جلوشون، بعد شروع کنن با این صحبت بکنن، در واقع این تجسم اون خالق کل باشه، نه اینکه اونا هم بتخانه روم گرمن تا جلوه بت بینم، چون نیک نظر کردم دیدار تو میبینم. دوباره اونا هم اون دیدار بوده، منتها کشش ذهنی نبوده. و خلاصه خدای نادیدنی موصوف مجسم، همون تو کجایی تا شوم من چاکرم. و بعد ما قبل اون خدایی بود که دیگه دیدنی بود، یعنی یه بوتی میذاشتن جلوشون، و ما قبل اون و ما قبل اون همینطوری دیگه. خب چند تا خدا داریم؟ اما چند تا خالق داریم؟ خالق یک مبدأ، یک مبدأ بیشتر نیست. این خالقه، این توصیف های هستی از خالقه. اما همواره خالق چند تا بوده؟ از اون زمانی که بشر دست چپ و راستش رو شناخته، گفته خالق کیست؟ درسته یا نه؟ بعد هر یکی گفته اینه، یکی گفته اونه، یکی گفته اینه، یکی گفته اونه، یکی گفته اون، ولی خالق یکیست. البته معنای اصلی بسم الله رو اینجا دور شیش و اینا صحبت بکنیم، ولی یک معنی مقدماتی میدیم. هر جا نگاه کنیم پرتو روی اوست. این ما تو ولو فسم وچه الله، هر جا نگاه کنیم وچه الله است. هر جا نگاه کنیم پرتو روی اوست، هر چیزی نامی دارد، پس هر نامی نام اوست. در جهان هستی هر چیزی وجه الله است، هر چیزی نامی دارد و هر نامی نام اوست. مگه نه؟ هر جا نگاه کنیم پرتو روی اوست، هر چیزی هم نامی داره دیگه. خب بسم الله اشاره به تجلیات الهی، اشاره به هستی است. خودش نام نداره. ما خودشو نمیتونیم، تجلیاتشو میتونیم، هستی رو میتونیم، هستی رو از روی هستیه که ما اصلا پی به خودش میبریم. همونطوری که الان هم در این دوره میخوایم کتاب هستی رو مطالعه بکنیم. خب خودش نشانی از او نتوان یافت و با شناخت هستی است که روشن بنگر که آفتاب است آن نور که خانیش تو مهتاب. درست شد؟ خب لذا حالا این چه کاربردی داره، چه چیزی داره، چرا ایناش که خب بماند، ولی در واقع بسم الله الرحمن الرحیم به معنای خداوند بخشنده مهربان نیست.
این سوالی که من داشتم میخوام ببینم که چیزی که نازل شده برای اون درصد خیلی کم جامعه هست یا برای کلشه. مثلا 99.9% به این معنی میگن که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدای بخشنده مهربان. خب شما بفرمایید که بخشندگی چیه؟ مهربانی چیه؟ خب مفهوم عامشو من منظورمه. خب حالا تو بخش بیایم روی اینها بحث هست. بحث داریم. منظور شما از بخشندگی چی؟ منظور شما از مهربانی چی؟ حد بخشندگی چی؟ خب حد بخشندگی چیه؟ ببینید یک موقع است من به اصطلاح 100 تا تک تومانی میبخشم به من میگن بخشنده. چه زمانی است؟ زمانی که من همه دارایم 100 تومانه، 100 تا تک تومانی بخشیدم. یک موقع من تریلیارد ثروت دارم، خب یه 1000 تومانی هم دست میکنم جیبم به یکی میدم، آیا میشه من بگن بخشنده؟ خب حد بخشندگی یعنی نسبت بخشش دارایی به بخشش یه تعیین میکنه دیگه. خب حالا حد بخشندگی خداوند رو چجوری شما تعیین میکنین؟ چجوری ما تعیین بکنیم؟ بالاخره یه جزئی هم اگه یه نفر میلیاردر هم باشه یک قرون هم بده، بالاخره یه جزئی رو بخشیده، نمیتونیم بگیم نبخشیده دیگه. خب نسبت به داراییش میشه صفر، یعنی بخشنده نیست. به صورت ریاضی اگه بگیم آره، خب ولی عملا نه دیگه، عملا یه اپسیلون هم یه اپسیلون این دست میره تو جیب، ولی به نسبت توان، به نسبت توان یکی 100 تا تک تومانی همه داراییش بوده، این 100 تا تک تومانی رو میده. خب همه داراییش 1000 تومانه، دست میکنه جیبش این 1000 تومان رو میده به یکی. یکی تریلیارده، اونم دست میکنه جیبش 1000 تومان میده. شما یه واقعیت رو زیر نظر میگیرید، واقعیت اینه که این 1000 تومان داده، اونم 1000 تومان داده. حقیقت چی میشه؟ حقیقت حقیقت رو میخوام یا طریقت رو میخوام؟ چون عرفا بیشتر دنبال طریقت میرن دیگه. ببینید نه. ببینید اینجا الان بحث واقعیت و حقیقت، اون شریعت و طریقت و حقیقت، اون حقیقت ماجرای دیگری است، منظور چیز دیگه. ببینید الان واقعیت و حقیقت، واقعیت اینه که شما ناظرید میبینید که این دستگاه جیبش 1000 تومان داد، اونم دستگاه جیبش 1000 تومان داد، شما جفتشون رو میگید بخشنده. ولی وقتی اگه بیا سراغ ما میگیم این واقعیتش و حقیقتش رو باید این واقعیتش بود، حقیقتش رو باید ببینیم چیه. حقیقتشه که میگه که کی بخشنده است، نه واقعیتش. درسته یا نه؟ میگم این یه وقتی بحث شما که خیلی بحث شما از دید بالاییه، ممکنه یه جور دیگه فکر کنم، میگم پس ما هر چی که میدونستیم پس میره زیر سوال. اینجوری نشه یه وقت خدا نکرده. ببینید نه، خدای ناکرده نیست، خدای ناکرده نیست. و ماجرا اینجاست که حد بخشندگی او بخشش ساحت مقدس خودشه. علم آدم اسماء کلها، همه رو داد، همه علوم رو داد، حتی علم خدایی رو هم داد. اجازه میدید گفتن که یکی اگه ثروت بیکرانی داشته باشه یک قرون بده بخشنده است. این معنی بخشندگی مثل معنی خوبیه. به یه عارفی گفتن که توانگری است که آدم خوبیه، شبا پا میشه نماز شب میخونه. گفت جواب داد که اون یه فضولیه که خوبی رو از دراویش یاد گرفته. توانگر باید مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، بله. نه که پاش نماز شب بخونه. بله. نماز شب کار اون فقیر و درویشیه که هیچی نداره، هیچی نداره، کار دیگه از دست ساخته نیست. درست. خیلی ممنون. خیلی ممنون. الان بحث دو تا شد. یکی ما به خدا میگیم بخشنده، یکی خدا به ما میگه بخشنده. اونجایی که ما به خدا میگیم بخشنده، اونی که شما فرمودید، یعنی کسی که مالک همه چیز هست، پس همه چیز رو هم میتونه بده. منتها اینجا بحث عدل میاد که هر کی به هر کس به اندازه توانش میده. اما بخشندگی ما از نظر خدا تو قرآن هست، سه مرحله است: احسان، انفاق، ایثار. احسان اونیه که شما فرمودید 1 میلیارد داره، یه دونه یک قرونی میده، خدا اون رو هم میبینه، این بهش میگه احسان. به احسان جزا احسان میده،
نیکی میده. یه جا میاد انفاق میشه. کسی یه چیزی رو داره، وقتی بده در قبالش احساس کمبود نمی کنه، ولی اون چیزی رو هم که داده براش ارزش داشته. 1000 تومن داشته، 100 تومن داده، با 900 تومن میتونه زندگی کنه، ولی با 1000 تومن میتونسته بهتر زندگی کنه. به این میگن انفاق، به اون طمع بهشت رو میدن. در جایی میرسیم میشه ایثار، کار شهدا، کار کسی که 100 تومن رو داشته تمام اون 100 تومن رو داده. پس اگر ما داریم به خاطر خدا بخشندگی میکنیم، باید ببینیم او تعریفش، نمیتونیم اصلا حق این رو نداریم جسارتی به اون میلیاردری که 1 قرون داده بکنیم. حتی برای او 1 قرون ارزش داره، مثلا هرچی هم که خب ثروتشون بیشتر میشه، هر 1 قرون بیشتر براشون میگن نداره. هی میگه خب من که ندارم، این 100 تومن رو ندارم. میلیاردره میگه من که دارم، این 1 قرون روش 1 میلیارد و 1 ریال داشته باشم، برای او ارزش داره. پس از نظر فقه اسلامی بخشندگی بنده هر چقدر هم ناچیز باشه، به قول صمد بهرنگی هر نور هر چقدر ناچیز باشه در تاریکی بالاخره روشناییه. این از لحاظ فقهیه که این آقا میفرمان ما از نظر شه. بله ببینید، اونجا دوستان هم فرمودن نیکی، ما داریم بخشندگی رو میگیم. وقتی داریم راجع بخشندگی میگیم یه نسبت پیدا میکنیم، ولی از نظر احسان بله دوستان هم اشاره کردن احسان نیکیه. 1 ریال هم بدی نیکیه، 1.5 ریال هم بدی نیکیه، اون جای خودشه. اما بخشندگی میشه نسبت اون داده به دارایی، این میشه حد بخشندگی. در مورد خداوند بخشش ساحت مقدس خودش وعده داده شده و تضمین شده، خب، و بحث الیه راجعون در همین رابطه است. یعنی در این رابطه است الیه راجعون، رسیدن به علم آدم اسماء کلها. الان توان بالقوهشو داریم، توان بالفعلشو نداریم و داریم میریم این زندگی اون زندگی اون زندگی اون زندگی. الیه راجعون، الیه راجعون رسیدن به همون است که قولشو داده شد، تو طراحی داده شد، علم آدم اسماء کلها. و اینه که همه رو داد. حالا اگه یکی سوال کنه علم خدایی هم داد، جواب چیه؟ چون گفته کلها، بله اونم توشه. و اونجاست که ما داریم میریم ظرفیت استفاده از اون ثروت رو پیدا کنیم. یه مثال من میزنم خدمتتون که به اصطلاح این موضوع رو جمع جورش کنیم، چون باز همین خود همین موضوع رو تو ترم بعدیمون بیشتر بازش میکنیم، وقتی راجع به علت طراحی جهنم و بهشت و نمیدونم اینها رو صحبت میکنیم، اونجا صحبت میکنیم مکانیزم و علت طراحی مثلا جهنم رو صحبت میکنیم، اون وقت متوجه بحث رحیم بودن و اینها میشیم. فرض کنید که یک پدری ثروت بی نهایت زیادی داره، سوپر تریلیارد ثروت. حالا یه بچه داره 5 سالشه، یه بچه 4-5 ساله داره، خب به پسرش میگه که پسرم تمام ثروت من مال توه، بگو چی میخوای من بهت بدم. این پسر چه کسری از ثروت پدر رو میتونه استفاده بکنه؟ بله، این پسر چه کسی از ثروت پدر رو میتونه استفاده کنه؟ یعنی نسبت به اون داده یا گرفته به اون دارایی چه کسی رو میتونه استفاده کنه؟ اون پدر واقعا همه رو داده، یعنی نمیدونم سویچ ماشیناش، دست نمیدونم چیه کارخونهش، مثلا کلید گاو صندوقش، دست چکاش، نمیدونم همه رو چیده اینجا، پول و مهر و همه رو چیده اینجا. میگه با پسرم تو فقط بگو من چی بهت بدم. این پسر چه کسری از ثروت پدر رو میتونه استفاده کنه؟ هیچی. نهایتاً یه آب نماتی، یه نمیدونم چی، یه بستنی، این نهایتشه دیگه، درسته؟ خیلی زور بزنه یه دوچرخه، یه اسباب بازی، دیگه خیلی زور بخواد بزنه، درسته؟ یعنی عملاً صفر، یعنی عملاً از ثروت پدر نمیتونه استفاده کنه. ما چه کسری از ثروت پدر رو میتونیم استفاده کنیم؟
همین الان. پس ما توان استفاده از اون بخشندگی رو هم باید به دست بیاریم. خب حالا همین بچه میشه 10 سالش، دوباره بابای همون روی یه میزی همه اینا رو اسناد و مدارک و چیا رو همه رو چیده، حالا چی؟ امکان استفاده بیشتری رو حالا پیدا کرده. وقتی میشه 15 سالش چی؟ وقتی 20 سالش میشه حالا یه ماشین هم حتما میخواد و نمیدونم یه چیزای دیگه، درسته یا نه؟ 25 سالش میشه دستشو تمام کرده، میام میگه بابا حالا برو بشین تو خونه، من این کارخونه رو میگردونم و بعد 5 سال دیگه ازم بابا رو خلصلا کرده دیگه. بابا خودش باید بیاد از پسرش پول تو جیبی بگیره. خب و ماجرای ما این ماجراست، ما داریم میریم یه جایی بگیم که ما هم مثل تو شدیم، ما هم شدیم. خب و توی این مسیر قابلیت استفاده از ثروت پدر رو به دست آوردیم، قابلیت استفاده از ثروت پدر رو الان نداریم. الان یه ذره مثلا موضوع فضا 4 بُعد داریم، بشه 5 بُعد هممون گیج میشیم. خب درست یا نه؟ اصلا الان همین 4 بُعد هم میتونیم بفهمیم؟ همین 4 بُعد هم نمیتونیم بفهمیم. یه بُعد الان اضافه بشه که داریم، ابعاد بسیار زیادی داریم، یه بُعد اضافه بشه هممون قاطی کردیم. الان یه خورده راجع به فضا بخوام بریم تو فضا یه خورده چرخی بزنیم هممون قاطی میکنیم. چجوری از این ثروت ما میتونیم استفاده کنیم؟ خب پس در واقع اینجا داریم الان مثل همون بچه هستیم که اومد مدرسه، اومد دبیرستان، اومد دانشگاه تا یاد بگیره یه روزی بیاد ثروت پدرش رو بتونه چیکار کنه؟ ثروت پدرش رو بگیره باباش خودش اداره کنه. اگه این مراحل رو طی نمی‌کرد میتونست؟ حالا همین بچه، همین پدر اگه بچه عقب افتاده داشته باشه بیاد بگه ثروت رو بده، میده؟ تازه بیمیرن برای اون قیم تعیین میکنن، دست خودش نمیدن، درسته یا نه؟ خب ما هم در واقع داریم مرحله به مرحله این جهان، جهان بعدی، جهان بعدی داریم طی میکنیم که نحوه استفاده از ثروت پدر رو یاد بگیریم. و حالا بعدا متوجه میشیم که خلیفت اللهی اینجا نیست، خلیفت اللهی تازه بعد از جهنمه. خب نه اینجا، اینجا ما سنخیتی نداریم. ما این نسبت ها رو وقتی به دست بیاریم، این نسبت ها رو چیز کنیم، اینو که سنخیتی ما نداریم. خب هستیم و نیستیم. این پسر 5 ساله وارث پدره، بله، اما چیزی میدن دستش؟ اما صلاحیت داره بدن دستش اداره امورو؟ صلاحیت نداره. حالا باید بدوه تا بشه وارث حقیقی. خب وارثه ولی قیم میخواد، باید بدوه تا موقع دیگه خودش بگه که من قیم نمیخوام. خلیفت اللهی یک ماجرای هست که خب جای بحث و صحبت داره و ما البته اینا رو در دور بعدیمون صحبت میکنیم. ما یه به اصطلاح محصول نمایشگاهی داریم، محصول نمایشگاهی، بله، ما الان نفق تو فیلم منروی در مرکز ما اون هست ولی دسترسی بهش نداریم و بعد از جهنمه که دسترسی پیدا میکنیم. در واقع مکانیزم جهنم رو بدونیم بعد متوجه میشیم چرا تازه بعدن دسترسی پیدا میکنیم. الان وجود داره، اونی که اونجا گفته شد علم آدم اسماء کلا تمام اینا محصول نمایشگاهی بود. میدونید که هر محصول یه چیزی نمایشگاهی داره، اول میان عرضه میکنن، بعد بازاریابی ها رو انجام میدن، بعد میرن تو خط تولید، تازه میگن اینا اینجا به نمایش اینو داریم ولی مثلا 5 سال دیگه تو بازار میاد و حالا باید خط تولیدش رو بچینیم. یعنی اونو نمونه سازی شده. خب و میدونیم که انسانی که روی حالا این مرحلهش رو روز زمین شروع کرد، روزی که شروع کرد دست چپ و راستش هم نمیشناخت، چه علم آدم از ما کلایی، چیزی ما بلد نبودیم. تازه داریم میریم که اون چیزی که بالقوه در ما هست بالفعل هی بهش نزدیکتر و نزدیکتر بشه.
حالا انشاءالله در دور بعد بحث این چیز رو تکمیل خواهیم داشت انشاءالله. خب ارتباط کنترل ذهن رو داریم و همونطور که دوستان میدونن این ارتباط رو دیگه الان خاموش و به طور خاموشی کامل ما میخوایم تجربه بکنیم. اگر که هر موقع اون من مزاحم یا من ارباب سر و کلش پیدا بشه بهش میگیم بله. خب آماده این؟ شروع میکنیم؟ همه ارتباطات میشه با هم باشه، اما اینجا الان فقط کنترل ذهن خاموشی. حالا اینجا برقرار بکنیم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. دوستانی که کنترل ذهنشون خوب بود دستشون بلند کنن. بله بله اتوماتیک هم بود. دوستانی که اتوماتیک بودن دستشون بلند کنن، یعنی خود به خود دیگه، خودکار، خودش خاموش. خب خودکار. خب متوسط، زیر متوسط. خب خیلی ممنون. حالا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب از عرفان مرا پیمانی سرشار، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار. هر سر موی حواس من به جایی می رود، این پریشون سیر را در بزم وحدت راه ده. مدتی گفتار بی کردار کردی مرحمت، یک زمانی هم به من کردار بی گفتار ده. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. سپاسگزاریم. بله. حالا مثلا ممکنه در این مکاتب بگم مثلا همین دیدن نور طلایی خودش یک مرتبه ای به حساب بیاد و یک مسائلی به حساب بیاد که حالا ما می‌بینیم که اینا توی این تعبیرات و تفسیرات نیستیم. ولی خب دقت بکنید که ممکنه هر آن یک آگاهی هم ما در معرضش قرار بگیریم. که البته تجزیه تحلیل مطالب و آگاهی ها رو هم گفتیم. حالا شما یه آگاهی در واقع دیداری و بصری بوده. قانون صلیب رو خدمت دوستان گفتیم یا نگفتیم؟ خب این قانون صلیب رو هم با هم بررسی بکنیم که در تجزیه تحلیل اطلاعات و آگاهی هایی که دریافت میکنیم میتونه به ما کمک بکنه. حالا ضمن اینکه یک بینشی رو هم در واقع به ما میده. در انجیل در عهد جدید آیه‌ای هست که هر کسی صلیب خودش رو به دوش میکشه. خب آیا هر کسی صلیبش رو به دوش میکشه یا نمیکشه؟ این یک بحثی. صلیب بار زندگی است. بار زندگی و همه بالاخره توسط بار زندگی مصلوب میشن. زندگی همه رو به زمین میزنه. درسته یا نه؟ منتها بعضی ها به خاطر بخش مثبت، بعضی ها به خاطر بخش منفی. توجه بفرمایید وقتی صحبت از مصلوب شدن عیسی مسیح علیه السلام بود، حالا کاری نداریم اینکه شده یا نشده، ولی در اصل داستان که از زبان مسیحیت هست همراه با مسیح علیه السلام کسای دیگه هم مصلوب شدن یا نشدن؟ اونا به خاطر شرارت، عیسی مسیح علیه السلام به خاطر مسئله دیگه. پس همه در واقع مصلوب میشن. بعضیا به خاطر بخش مثبت، بعضیا به خاطر منفی. خب
خب این از این مسئله. حالا مسئله دیگه اینه که بخش مثبت مثل فرزن اینجا جنود شبکه مثبت یا لشکریان شبکه مثبت، لشکریان شبکه منفی، جنود الله، جنود شیطان، اینها از جنود شیطان هستند و توی شبکه منفی بودن محصل نهایی اینهاست. خب توی شبکه مثبت محصل نهاییش عکس اینها در واقع میشه. یعنی اگر یک کسی افسرده شد، چطوری شده افسرده شده؟ حتما چه بدونه چه ندونه، نمیشه یکی زیر علم شبکه مثبت باشه آخری افسرده بشه. محال ممکنه کسی اینجا باشه بعد مضطرب بشه، غیر ممکنه کسی اینجا باشه با خدا باشه بعد ناامید بشه، غیر ممکنه نمیدونم چی باشه احساس ترس بیاد، احساس تنهایی بیاد. پس اگر ما احساس تنهایی کردیم این موقعی، خب خیلی هم ساده است دیگه، اگه کسی با خداست که هیچ‌وقت احساس تنهایی نمی‌کنه دیگه. خب حتما نیست که این مسئله پیش اومده. خب لذا حالا قرآن هم میگه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب حالا حزن هم بنویسیم، ترس و حزن، ترس و حزن ریشه همه اینا از ترس و حزن، ناامیدی میاد، احساس تنهایی میاد، نمیدونم چی میاد، افسردگی میاد. خب اینا میاد، اینا این دوتا ریشه همه اینها هستن. خب بنابراین اگر یه آگاهی برای ما اومد که این آگاهی دیدیم بعدش ما مضطرب شدیم، چه تو خواب چه تو بیداری. بعضی حالا خواب میبینن صبح بلند میشن میگن که این آگاهی بوده یا نبوده، شبکه مثبت بوده یا نبوده، شبکه منفی بوده. خب ما حالتمون رو بررسی میکنیم، اگر مضطرب شده بودیم شبکه مثبت نیست، اگر ناامید شده بودیم، اگر غمگین شده بودیم، اگر حالا هر کدوم از این تبعات منفی اومد از شبکه مثبت نیست. شبکه مثبت امکان نداره یه چیزی رو به ما بگه، یه چیزی رو به ما بده که به دنبال اون ما احساس این بخش منفی به ما دست بده، چه تو خواب و چه تو بیداری. خب پس یک جای عرفان کمال و قدرت رو شناختیم، اینجا این اصل رو شما اضافه بکنید، هر نوع آگاهی رو میتونید تجزیه تحلیل بکنید با همین قانون، دو تا قانون ساده، با همین دو تا مطلب ساده هر گونه اطلاعاتی رو، هر راهی رو، اصولا هر راهی رو میتونید خودتون تجزیه تحلیل بکنید که آیا مثبت آیا منفی. اگه این حالت دست داد خب شما الان که بحث چیزه، بحث آشناییه، بحث قطع اتصال از شبکه منفی، دور دیگه باش آشنا میشیم، قطع اتصال از شبکه منفی. اما اصلا به طور کلی وقت شما متوجه میشی که این از شبکه منفیه، دستشون رو خوندید، دستشون رو که خوندید ترفندم یه جوری خودم خونسا میشه. حالا ممکنه خورده حالا شما اونا رو، ولی خب هر کدوم چیزای تخصصی خودشو داره، مثل قطع اتصال از شبکه منفی. اما ما اینجا رو اصول صحبت میکنیم. اصول اینه که اگر شما بدونی که بگه خب بابا این که این آگاهی که از شبکه منفی بود، همین که دستشو خوندی، این خودش تأثیر به سزایی داره توی این ماجرا. فرق نمی کنه، شما این اصول رو باید به کار ببرین، کمال، قدرت و بعد این مطالب. مثلا اومده به خوابت میگه که نمیدونم فلان کسک فلان موقع میمیره، خب حالا خیلی خوب اینو با انجام میده، مضطرب که نشده، حالش بده، فراموش کنه.
قانونه، این قانونه که خدمتون عرض میکنم. خب دوستان، یک ارتباط با چشم باز، یه ارتباط با چشم باز دنبال بکنید. خود دیگه میدونید که شما اینجا یکی نیرو به سمتتون، نیروهایی که به سمتتون میاد، دو همه حواس اینجاست، جای دیگه نمیره. هر حرکتی، بازی، چیزی رخ داد، شما نباید حواستون پرت بشه. خب ضمناً به بازی‌هایی هم که اینجا ممکنه رخ بده توجه بفرمایید. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که کنترلشون خوب بود دستشون رو بلند کنن. خب متوسط، متوسط، زیر متوسط. خب عرض کنم، خب دوستانی که اینجا جریانات به اصطلاح جریانات رو متوجه می شدن، خب حرکت ها رو بله، محو شدن، نمیدونم چیزهای مختلف. خب چند نفر حرکت ها و چیزها رو متوجه شدن؟ خب این عامل حرکت ها باعث چیز میشد یا نه؟ باعث این میشد که از اینجا برید یا نه؟ تمرکزتون به هم بخوره؟ بله؟ بله. خب حالا اون اوتو برای شما اوتوماتیک بوده، ولی بقیه با اینجا که بازی میشه یه دفعه اونا هم ذهنشون اینجا میپره، یعنی در واقع مخصوصا اینجوریه، در حالی که نباید هیچ نوع واکنشون در قضیه در واقع تید بشه داشته باشین. شما باید در هر حالت همینجا رو حواستون باشه و ببینید که حواستون هست یا نیست. هیچ فایده ای خارج از اینجا هم نداره این مسئله. درست شد یا نه؟ حالا حواستون بود یا نبود؟ خب در مورد اسکن دوره گفتیم که عدم کنترل ذهن یا تشتت ذهنی باعث بیماری هایی بوده، هست و خواهد بود. یعنی در مدیریت بدن و سلول چیکار میکنه؟ اثر منفی میگذاره. بعضی ها علائم آشکار دارن، یعنی توی زمانی که تشتت ذهنی شدیدی دارن علائم به اصطلاح جسمی مشخص دارن، مثلا ممکنه سردرد بگیرن، مثلا ممکنه یه مشکل دیگه. چند نفر داریم؟ آیا اینا اومد رو یا نیومد؟ الان توضیح میدم. تب و لرز مثلا فرض کنید مثال زدن، در حالت تشتت ذهنی، ببینید در حالت تشتت ذهنی یا پریشانی سیستم دفاعی بدن افت پیدا میکنه، باعث افت سیستم دفاعی بدن میشه. ما در حالت تشدد ذهنی شدید و پریشان اینها سیستم دفاعی بدن پایینه، بیماری های عفونی ممکنه بیشتر رخ بده. حالا اگه تب و لرز هست علائم همون ماجرات علائمه، وگرنه الان میکرو ارگانیسم تو بدن ما نیست که بدن آلارم بده. خب آلارم بده، ولی بازسازی علامت ها رو داره، بازسازی علامت ها رو داره و خودشو نشون میده. در اینجا مشکلاتی که میاد رو، ما میدونیم که ریشه اینها در واقع به این خاطر نابسامانی مدیریت بوده. همین پریشانی، همین تشتت ها که روی کار به اصطلاح مدیریت بدن و سلول اثر منفی گذاشته، اون عملکردش افت پیدا کرده. تعدادی از بیماری هایی که ما دست به گریبان شدیم ناشی از تشتت های
ذهنی ماست که این تجدد باعث میشه مدیریت بدن و سلول به خوبی نتونه کارشو انجام بده، سیستم دفاعی بدن افت پیدا بکنه و به این علت ما مریض شدیم. یعنی یک سری از بیماری هامون به این علت اتفاق افتاده. مثلا یک سریشو دوره قبل گفتیم به خاطر چی؟ رفتارهای دوگانه و اندام. یه سریش نمیدونم به خاطر همجوری مسائل مختلفی هست و حالا هی یواش یواش دست از سر خدا بر میداریم. بعد اینجا متوجه میشیم نه بابا، اینجا هم که خودمون داخل بودیم. بعد یواش یواش میفهمیم که نه، هرچه بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت، نیک و بد را ولد و والد و زاو اینجاست. و خلاصه تضادمون با یک بخشی میره که حل بشه. حالا دیگه خودمون میدونیم اون وقت مسائل خودمون رو چگونه حل بکنیم. اونا هم راهکارهایی داره که دنبال میکنه. ببینید بیماری روانتنی اینجا مربوط میشه، ولی بعضیا هنوز ماجرای بیماری روانتنی از دور قبل هنوز چیز نشده. حتی بعضیا میان دوره سه، اسکنای دوره دوشون شروع میشه، میرن دوره چهار، اسکنای دوره سهشون شروع میشه، میرن دوره پنج، مال نمیدونم ده. یه اختلاف بازی بعضیا میتونن داشته باشن، ما از علائمشون متوجه. مثلا میان دوره هفت هنوز اسکنش دوره پنجشون تموم نشده یا تازه شروع میشه. مثلا دوره دو دلپاره داشتن به اصطلاح قطع شده، دوباره از این دوره شروع بشه. خب ببینید این در یک صورت هست که اون تشتت ذهنی، اون پریشانی خودش دوباره یه عامل دلهرم شده، لذا اینجا پرونده این بخشش میاد رو. یک بخش اونجا داشتین، یه بخشم اینجا داریم. حالا اینا میشه خودشناسی عملی، یعنی عملا ما میدونیم با خودمون چه کار کردیم و لذا همه چیز در واقع در جریان عمل یک بار بازبینی میشیم، حل و فصل میشه مسائلمون، مشکلاتمون، نمیدونم، و خلاصه عملا به یک خودشناسی به اصطلاح نزدیک. چگونه از حلقای کنترل ذهن استفاده کنیم؟ حالا دو حالت بود دیگه، یا اوتوماتیک گفتیم بله رو میدیم، اون بله قطعی رو میدیم و اوتوماتیک میشه، یا نه، یا در همون حد بیانه است که همه داریم، بگیم خاموش، اون باید تبعیت کنه ولو برای چند ثانیه، باید تبعیت کنه. بنابراین اگر چند نفر داریم اوتوماتیک دستشون رو بلند کنن. اوتوماتیک یعنی خودش عمل میکنه، به معنی اینکه میخواد نمیدونم این ور اون ور بره، ارباب میخواد بیاد، خودش در رو میبنده، مثل یه دربان هوشیار همه رو میشناسه، هر کس خودی را میده، هر کس خودی نیست در رو میبنده، میگه آه کجا، درسته یا نه؟ این هوشمنده، در این مورد هم هوشمنده. اونایی که بحث میخواد تا ارباب میخواد بیاد در رو میبنده. خب یه بار دیگه چند نفر داریم؟ خب این تعداد الان اوتوماتیکه، بقیه هم میان که الان در حد بیان است. بیان یعنی که ما باید یک یکی کارتو نگاه کنیم، اگه نه اون درو ببندیم، مثلا این اوتوماتیک نیست. بنابراین در صورتی که با مسئله ای داریم برخورد میکنیم که تشتت ذهنی رو داریم میخوایم در واقع باش روبرو بشیم، فوراً چیکار میکنیم؟ فوراً دستور میدیم یا نظر میکنیم، خاموش. خب نظر، خاموش. ببینید این بحث چیکار باید بکنیم، تکنیکی نیست که ما بگیم، تکنیک که نداریم، که توان فردی هم که نبود بگیم زور بزنیم، بگیم حواسمون رو جمع کنیم یا اینا. شما الان اوتوماتیک نیست دیگه، درسته؟ اوتوماتیک نیست، باید صرفا اینو به گوش باشین که زمانی که لازمه فوراً اینو خودتون اعلام کنید. ببینید عمل میکنه، هی بهتر تا اوتوماتیک هم بشه. خب یعنی در واقع مثل یه مزاحمه، شما میگین برو بیرون، میره بیرون، دوباره کلشو میکنه تو، دوباره، سه باره،
بالاخره از رو میره، زمان طولانی تر میشه که کلشو میاره تو سرش. میخواستم بگم تو اسکنای دیگه هم میشه از این خاموش استفاده کرد؟ اسکنای دیگه در همه جا، در همه مراتب، در نمیدونم سلات، در همه جا دیگه. یعنی چی؟ یعنی دیگه جز یعنی میشه پایه زندگی، میدونید، میشه بیس، یه پایه است برای همه مسائل ما، میشه یک پایه. استاد ببخشید، یعنی هر چی بیشتر از ذهنتون کار بکشین هوشیارتر میشین، باهوشتر میشین. الان ما ذهنمون رو به اندازه چند دقیقه خاموش میکنیم. توجه بفرمایید که گفتیم انرژی ذهنی محدودی ما در اختیار داریم. خب موارد مجاز، ما از موارد مجاز اینه که میایم مثلا یادگیری داریم، مطالعه داریم، نمیدونم تجزیه تحلیل داریم، نمیدونم چی داریم. خب اینا رو داریم استفاده میکنیم. خب استفاده میکنیم و اونها در واقع هر چی بیشتر کار میکنیم به وضعیت بهتر میشه. اما استراحت، خب مثلا ورزش خوبه، اما ما 24 ساعت میتونیم ورزش بکنیم؟ خب مستلق میشه، یک حد و حدودی داره، از یه حد و حدودی به بعد استهلاک پیش میاره، مستهلک میشه، مفصلا مستهلک میشه. خب بنابراین درست خوبه، اما استراحت هم چیه؟ میخواد. حالا اصلا استراحت هم نمیخواد، خب آیا باید پرت اونو به اصطلاح در به یک مصارفی بکشونیم که به درد اون نمیخوره؟ کدوم یکیش؟ پس مدیریت انرژی ذهنی میگه یا استراحتش بده، یا اگرم استراحتش هم نمیخوای بدی باید بدونی برای چی داری ازش استفاده میکنی، برای چه مصرفی، درسته یا نه؟ آیا همچین حساب کتابی باید باشه یا نباید باشه؟ خب بنابراین اونجا اون مطلب درسته و تمرینه که ذهن هم کارآزموده میشه، نمیدونم همین حرفا. ولیکن از اون طرف قضیه هم بحث مشکلاتی که برامون پیش اومده به خاطر اینکه الان مثلا هممون 24 ساعت این داره کار میکنه، آیا ورزیده شده؟ استاد ببخشید، میبینیم که خسته شده، از پا افتادیم، هممون احساس خستگی وحشتناکی میکنیم. بعد ممکن اصطلاح هم بگیم میدونم روحن خستیم، میدونم چی خستیم، مثلا شب میخوابیم صبح بلند میشیم، ولی صبح که خواب پا میشیم خسته تر از دیشبیم که رفتیم به رخت خواب. خب پس اینا علت ها، این مطالبه، این مسائل. استاد ببخشید، این میکروفون بفرمایید. این کنترل ذهن بر روی من تاثیر کاملا مثبت داشته و برعکس حافظه کوتاه مدت من علل خصوص بسیار تقویت شده و تمرکز من خیلی بالا رفته، مخصوصا موقع مطالعه. بله، یعنی بله. اثر ببینید. کاملا برعکس چیزی که دوستمون فرمودن بر روی من داشته در همین یک هفته من بله. بسیار تغییر کردم و تغییر بسیار مثبت. خدا رو شکر. حافظه فاکتورهای مختلفی داره دیگه، مثلا یک موقع میبینیم که یه مطلبی رو 10 بار خوندیم حواسمون نبوده، نمیتونیم جمع بشیم. با یکی از مشکلات محصلا و اینا چیه؟ میخونه بعد میبینه که انگار نخونده. خب بنابراین به اصطلاح اگر ما اون ارباب رو کنترلش کنیم جایی نمیریم، اونجا هستیم، لذا با مطلب ارتباط بهتر برقرار میکنیم. و خب خلاصه به جای 10 بار 5 بار میخونیمش، حتی ممکنه 1 بار بخونیمش و اون دیگه میمونه. ولی وقتی این بر اون بر هستیم، بعدا میبینیم که ما 10 بار اینو خوندیم اما اصلا آشنا نیست مطالب اصلا آشنا نیست، انگار نخوندیم. بله، اینه که به طور غیر مستقیم به تقویت حافظه هم کمک میکنه، به طور غیر مستقیم، نمیخوام بگیم حالا مستقیم، به خاطر اینه که اینجا یه سیب انرژی هست، لذا اونجا یه جلو میفتیم. اینجا ما اثر نهایی گفتیم که به هر حال زندگی ما رو زمین میزنه. زمانی که ما زمین میخوریم
به هر حال یا به این واسطه این طرف یا مسیحایی است یا نمیدونم اون طرفی است، یعنی یا بالاخره ما این زندگی رو که ما رو زمین زده نهایتاً ما فدای استراب و ناامیدی و افسردگی و اینها شدیم، یا فدای این شدیم یا فدای این ور شدیم، مثل عیسی مسیح علیه السلام که حالا به زن مسیحیت فدای عشق شد مثلا. خب یا فدای این وره یا فدای این وره، بالاخره فدا شدن توش هست. حالا کدوم انتخاب کنیم؟ بحث اینجاست. و اما مطلب مهمی که اینجا وجود داره اینه که اگه ما مضطربیم کجا داریم زیر علم کی هستیم؟ آره، اینو شک و تردید نکنیم. خب اگر ناامیدیم، افسرده ایم، تندام چی داریم، حزن و اندو این حرفا، اینا جنود شیطانه و نمیشه کسی تو شبکه مثبت باشه بعد اینجا به این چیزا برسه، یا تو شبکه منفی باشه بعد به این ور برسه، امکان نداره. خب استاد عذر میخوام جان، میشه بیماری رو دسته‌بندی کرد؟ مثلا بیماری که ناشی از تشتر ذهنی وجود میاد، یا مثلا اسکن اصلا دوگانگی تفکیکش هست که کروم بیماری تحت مثلا کروم اسکن به وجود میاد؟ بله، عرض کنم یه دسته از چیزا تقریبا مشخصه ولی ممکنه علتهای مختلف پیش بیاد. مثلا شما زخم معده میتونه هم روانتنی باشه هم جسمی باشه هم علت دیگه داشته باشه، مثلا صرف مشروبات الکلی، سیگار، نمیدونم این حرفا میتونه رو معده اثر منفی بذاره دیگه، درسته؟ پس یه نفر میتونه هم مثلا پس اون عامل میکروارگانیسمی باشه مثل هلیوباکتر، خب خیلی ممنون کنم، خیلی متشکرم، دست شما، هم میتونه عامل میکروارگانیسمی داشته باشه هم میتونه عامل خارجی داشته باشه مثلا سموم. خب سموم محیط، مثلا مشروبات الکلی، هم میتونه روانتنی باشه. خب حالا علتهای دیگه هم میتونه، مثلا فرض کنید که سموم میتونن رو معده اثر منفی بذارن، مثلا استنشاق، مثلا فرض کنید که کار با نمیدونم سرب، یعنی ذوب کردن سرب، اینا میتونه مثلا اثر رو سیستم تنفسی بذاره، رو میتونه عوامل دیگه هم باشه. به اصل خیلی عوامل رو باید شما فرمودین در رابطه با کار زمینی تلاش، در رابطه با کار آسمانی باید تسلیم شد، در صورتی که برای کنترل ذهن ما به طور ارادی داریم تلاش میکنیم. خب آیا برای کنترل ذهن تلاش کردین شما؟ شما عرض کنم خدمتتون دو حالت بوده، یا خودکار یا غیر خودکار. غیر خودکارشو شما چطوری اجرا میکنید؟ همون خاموش، یا هی باید آدم یادش بیاد؟ خاموش نیست، این نظره، نظر بر خاموشیست، چون هنوز مسئله نظر رو ما توش میدونید هنوز مسئله داریم، هنوز جا نیفتاده. احتمالاً البته شاید هم برای خیلی از دوستان الان مسئله نظر، شما باید نظر میکنید که برو بیرون، نظر میکنی، یعنی میگید برو بیرون، اون کلشو میکنه تو دوباره سه باره و بعد یه دفعه میبینی که این زمان طولانی تر شد. یه دسته خب سماجت زیاده. یه مسئله دیگه در رابطه با خواب، خب یک مطلب دیگه در رابطه با خوابه که تا زمانی که ما الگوی خوابمون با این سیستم جدید جا بیفته. چند نفر الگوی خوابشون عوض شده تو این دوره؟ ببینید ما فقط بلدیم به هم بزنیم. نه اجازه بدین الان خدمتون توضیح میدم، بعضی از این غذایا بیرون ریزیه، خب مربوط به همون اسکن دوره است. اسکن دوره روی نابسامانی های خواب که هممون درگیرش بودیم، خصوصا در زمانهای پریشانی در زمینه تشتت ذهنی، روز تشتت داشتیم، شب هم هرچی خواب دیدیم
همون خوابای هذیانگونه و خوابهای پریشان و اینا بوده. یک بخشش بیرون ریزی است، یک بخش دیگرش تطابق الگوی خواب با شرایط جدید. در این شرایط جدید و قدیم یک تطابقی لازمه که این تطابق پیش میاد و یه نوسانای داریم. مثلا ممکنه خواب زیاد بشه، ممکنه خواب کم بشه، ممکنه ده ها مسئله دیگه. اصلا توجه نکنید، فقط دنبال بکنید. مثلا چند نفر خوابشون زیاد شده؟ من 4 ساعت در شبانه روز بیدارم. 4 ساعت بیدارین، 20 ساعت خوابین. خب حالا کسانی که خوابشون کم شده، خب کسانی که خوابشون آگاهانه و شفاف شده الان در اینجا، خب کسانی که پریشان و بیخودی و اینا شده، ببینید اینه. حالا ببینید، بنابراین دقت کنید، دقت بفرمایید که چقدر چیزای متنوع داریم، اما یک روند رو داریم میریم، روند تثبیت در یک وضعیت بهتر. خب هممون حالا اینه که گزارش خوب بود، رسیدن زود رسیدن، اونه که گزارش هاشون چیده هنوز توی این مسیر دارن میان جلو، یعنی اصلا دست و پامون رو گم نکنیم و این روند داره طی میشه. اصولا به طور کلی دست پاچه نشیم. ببینید بحث بیرون ریزی رو که گفتیم منتظرش بودیم دیگه، منتظرش بودیم و یک مسئله عرض کردم اینا رو طی بکنیم. شما کارتون رو رها نکنید، اون نظر رو داشته باشین، کار رو رها نکنید، انشالله آخر عاقبت خوبه. ببخشید جلسه قبل گفتین که این کنترل ذهن رو برای کسی کار نکنیم، چه با اجازه چه بی اجازه یا امکان کار کردن؟ نه اصلا این مال خودتونه. ممنون. به هم میریزن دچار حمله میشن، مشکلات عدیده پیش میاد. مثلا اگر ذهنتون رو مشغول و معطوف به یک نقطه‌ای که حساس هستیم و دوستش داریم بکنیم، به اون موضوع میرسیم. ما یک اصلی داریم، قانونی داریم به نام قانون تعمیم به عام. وقتی که نسبت به زمان دیکتاتوری میکنیم، میگیم بگذر، چی میشه؟ نمیگذره. میگیم نگذر، میگذره. نسبت به فلک هم همین چیزو داریم. مار از پونه خوشش نمیاد، در لونه سبز میشه و سنگ به در بسته میخورن. شما یا ما اگر راجع به فلک دیکتاتوری بکنیم، یه چیزی رو بخوایم، میبینی که هر چی میدوی دنبالش نمیشه. این تجربه رو چند نفر دارن؟ خب اون چیزی رو که بند میکنی میگی من اینو میخوام، نمیشه. اون چیزی رو که نمیخوای میشه. حالا اینا قانون همفازی با زمان، مسئله همفازی با زمان، با فلک، با اینها. حالا میبینی که چه قانونمندی داره. اما اصل تعمیم به عام، خب الان یک چیزی رو در نظر میگیریم که فرض کنید همون مسئله ثروت. خب و شما فرض کنید که ما 60 میلیون نفر الان با هم تصمیم بگیریم، بگیم این فکر درسته، 60 میلیون نفر بگیم که ما حالا زیاد هم نمیخوایم، همون در حد میلیارد میخوایم، زیاد ما درویشیم دیگه هممون اینا، بعد در حد میلیارد میخوایم. 60 میلیون نفر زوم کنیم که میلیارد داشته باشیم، آیا امکانش هست؟ چرا امکانش نیست؟ چون بانک ملی نمیتونه جواب بده. بانک ملی میگه ثروت ثابته، یعنی پول ثابته. خب ببینید قانون اقتصاد میگه پول ثابته. الان اگر زنگ بزنیم بانک مرکزی بگیم که پول رایج در ایران چقدره، همه ساله اعلام میکنن این پول رایج اینقدر، این پول رایج یا باید تو جیب شما باشه
یا تو جیب من باشه، نمیشه که همه. لذا اگر ما اطلاعاتی راجع به اقتصاد و مسائل داشته باشیم، پول ثابته، ما تعدادمون 60 میلیون نفر مثلا که میگیریم، این 60 میلیون نفر اگر تقسیم کنیم یه عدد ثابت در میاد. اگر قرار باشه که من از اون عدد ثابت بیشتر باشم، از جیب یکی باید چی بشه؟ کم بشه. توجه میکنید؟ از جیب یکی باید کم بشه. محال ممکنه که همه به یک نسبت بیان بالا. توجه میکنید؟ پول پشتوانه میخواد، ثروت پشتوانه میخواد و و و چند نقطه. از چند نقطه نظر الان ما موج افسرده هایی رو در 5 سال گذشته داشتیم. موج افسرده هایی که اگه خواستیم من آمارشون رو، البته ما آمار نگرفتیم ولی اشتباه کردیم، موج افسرده هایی که به اصطلاح اومدن، افرادی که نشستن مدت ها فکر کردن برای این قضیه. مثلا من یادم نمیره چندین مورد دخترهای افسرده بودن که والدینشون میگفتن که آره این نشست رفت نمیدونم لباس عروس خرید، آورد تو خونه آویزون کرد، هی نگاه این کرد، هی رفت اومد هی نگاه این کرد، هی رفت اومد هی نگاه این کرد. بعد اینکه الان زنگ میزنن، الان از آمریکا میاد، الان از 2 سال 3 سال. و به شدت یکی از کیسایی که ما برخوردیم، کیسای بسیار افسردهی که برخوردیم، علت افسردگی و سرخوردگی دقیقا در همین رابطه بود. حالا ما بحثای این مطلب رو، بحثای این مسئله رو به اضافه قانونمندی هایی که خودمون داریم، قانونمندی هایی که حالا همش رو بهش میرسیم و تاریخ گواهی میده، این تاریخ این چیزا رو میگیم. حالا بیام سر درسای خودمون ببینیم که چگونه هستی دیکتاتوری نمیپذیره. خب هستی دیکتاتوری نمیپذیره، یعنی از یه جای به بعد یه ذره میخوای به اصطلاح پا رو اگه گلیم بذاره بیرون، جلومونو میگیره. خب دفعه قبل راجع به چی صحبت کردیم؟ مسیر و مقصد رو با همدیگه صحبت کردیم، درسته؟ بعد دیدیم که خلاصه تعریف زندگی چی بود؟ مسیر بود و به اونجاها رسیدیم. انسان قاتله. انسان یکی از موارد، یکی از چیزایی که در واقع علیهش شهادت میده زمانه. زمان، ما مسیر رو نخواستیم، درسته یا نه؟ مسیرها فدای مقصدها شد، زمانها فدا شد. اینه که اونجایی که میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانی که از شاهداست، شهادت میده که ما دیکتاتوری کردیم، شهادت میده که ما اونو کشتیم، مسیر رو نخواستیم، زمان رو نخواستیم. گفتیم کی میشه فردا بشه؟ میشد فردا بشه؟ میشد این بچه من نمیدونم میرفت مدرسه، میشد نمیدونم میرفت خونه بخت؟ یعنی چی؟ یعنی این زمان رو نمیخوایم و واقعا هم نمیخوایم. خیلی از زمانها رو ما چیکار میکنیم؟ میکشیم. اما زمان هوشمنده، زمان هوشمنده، همونطور که گفتیم و ثابت میکنیم، فلک هوشمنده، زمان هوشمنده. زمان میگه بگذر، نمیگذره، درسته یا نه؟ میگی نگذر، میگذره. مشکل زندانی چیه؟ مشکل زندانی اینه که گفتن 10 سال تو زندان، ماشاءالله میگه بگذر بگذر بگذر، اونم نمیگذره نمیگذره نمیگذره. خب ما که اینجا هستیم میگیم نگذر، صبح میگیم شد ظهر، ظهر میگیم که شد شب. اما یه زندانی فکر میکنه که الان شده ظهر، نگاه میکنیم 5 دقیقه گذشته از صبحش. خب دوباره میگه بگذر تا این امروز میشه فردا، اون به اندازه، برای اون به اندازه 1 ماه میگذره. یعنی احساس ما نسبت به زمان چیه؟ متغیره. احساس ما نسبت به زمان متغیره. تیک تیک ساعت بیرون ثابته، اما احساس ما به خاطر اینکه زمان از اجزای هوشمنده و فلک هم همچنین از اجزای هوشمند هستند، مسائلی رو به اصطلاح دنبال میکنن که خب در نوع خودش قابل توجهه. اینه که اونجا میگه که
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمان رو شاهد میاره که انسان به اصطلاح زیانکاره. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. خب عملوا الصالحات رو هم حالا اینجا در همین جا فرصتی رو مقتنم میشماریم که اشاره بهش داشته باشیم. برای اینکه عملوا الصالحات رو بگیم، صالح رو هم خب صالح رو چی بود؟ کسی که در صلح میباشد. خب عمل و صالحات تعریفش میشه کلیه اعمالی که ما رو به این صلح نزدیک میکنه، یعنی هر عملی که ما انجام بدیم که باعث صلح ما با خدا، صلح با هستی، صلح با خود، صلح با دیگران میشه، میشه عمل و صالحات. نه صرفا حالا کار خوب، البته کار خوبم به نوعی ما رو نزدیک میکنه، ولی مشخصا هر عملی که ما رو چیکار میکنه؟ ما رو به این مصالحه نزدیک میکنه. حالا آیا ما با خدا در صلحیم؟ حالا یک به اصطلاح وقتی که میایم روی مسئله بررسی میکنیم، صلح با خدا، ما با عدالتش در تضادیم، با حکمتش چیه؟ در تضادیم، با عبادتش در تضادیم. حالا راجع به عدالتش که خب با هم کار داریم، راجع به حکمتش همینطوری، یعنی باید به طور شناخت عملی نسبت به عدالت و نسبت به حکمت. خب عکساتون رو پایان نامه هاتون دیدین؟ بله. چند نفر بودن؟ خیلی بودن. پس شما یک نفر نیستین، برای اینکه عدالت اینجا جاری بشه شما شناختی از خودتون ندارید. خب پس ماجرای خودشناسی بغرنجتر شد، ولی در این حال اینکه ساده است، در این حال که ساده است، یعنی چیزی نداره، اولش خیلی مشکل به نظر میاد، اما بعداً میبینیم که نه اینجوری نیست. خب با حکمتش، خب حکمتش چطوری جاری میشه؟ حکمتش چرا این نصیب من شده، چرا اون نصیب اون شده؟ خب قانون بازتاب و اینها، و در دوره پنج بیاییم میبینیم که برای جاری شدن حکمتش هم ما یه من دیگه هم داریم، همزاد ما یا وکیل تسخیری ما که با ماست و در آن واحد میتونه خیلی جاها باشه. توجه میکنید؟ و در جهت جاری شدن حکمت الهی، در جهت جاری شدن مسائل معنوی و و و خیلی مسائل دیگه، در آن واحد توجه میکنید میتونه جای مختلف، در خواب، در بیداری، در چی اینا باشه، بعضا با ما زاده میشه، منتها با ماست، اصلا به صورت وکیل تسخیری ماست. من معنوی یا همزاد، مثلا فرض کنید به عنوان مثال در این هفته گذشته چند نفر سوال جواب کردن با من تو خواب، بیداری، نمیدونم چی، چند نفر اصلا به نوعی در ارتباط بودن. خب ببینید این در واقع بدونه که ما بدونیم این داره در واقع این بخش، حالا در مورد خودتونم این گزارش ایجاد میشه، در دوره پنج استارتای میخوره چیدای میشه و اونا هم فعالیتاشون رو آغاز میکنن و در زمینه فراهم کردن به اصطلاح مسیر ارتقاءات معنوی، یک بخشش که باید بیدار بشه، یک معنیش هم که اصلا هست تو در جهت جاری شدن حکمت، سر این سر رای اون قرار میگیره. چطور شده سر رای اون قرار گرفته؟ توجه میکنید چطور ما مزد اشتیاقمون رو دریافت میکنیم؟ بله، مگر نه اینکه طبق قانون بازتاب باید مزد اشتیاقمون رو حالا مثبت منفی باید بگیریم، چجوری جاری میشه؟ خب بعدا متوجه میشیم که بله، میبینیم که هر کدوم از ما وسایلی هستیم برای جاری شدن همین قضیه، منتها چطوری؟ ما که خبر نداریم. پس کی ترتیبشو میده؟ خب اونی که اینجا وجود داره با همین اسامی که توضیح دادیم. خب با عبادتش هم ما در تضادیم. اولا میگیم چرا؟ خب چرا ما باید مثلا فرض کنید در مسائل عبادی قرار بگیریم، در حالی که دوره قبل گفتیم عبادت یعنی چی؟
به جا آوردن رسالت بندگی. و حالا هر کاری هم که انجام میدیم برای چیه؟ برای رشد ماست یا نیاز اوست؟ برای رشد ماست. ولی در ولی به اصطلاح اول با خیلی ها برخورد میکنیم که عبادت برای اونا توقع آورده، یعنی اگر یک کاری تو این زمینه انجام میدن حالا از خدا متوقعن. درصد قابل توجهی از افرادی که در مسائل عبادی هستند دچار افسردگی میشن. خب اینو شما تا اینجا متوجه شدین یا نشدین؟ خب اگر نشدین دقت کنین چرا این اتفاق میفته؟ برای اینه که اونا نمیتونن عبادت، مسئله رشد خودشونه، اصلا خدا نیازی نداره. اونا فکر میکنن که خب ما دم خدا رو دیدیم، حالا جواب میخوان. بعد وقت میبینن که جواب نیست چی میشن؟ افسرده میشن، سرخورده میشن و خدا خلاصه تو ذوقشون میخوره. و بعضا حتی ما دیدیم که یه دفعه 180 درجه هم برگشت کرده. خب بنابراین اینها از عوامل بسیار مهمی است که ما با خدا در تضاد هستیم. ولی یه سری اصول ساده رو وقتی ما میایم باهاش برخورد میکنیم، حالا بحث اینجا هم دیدیم که فکر میکنیم که به ما بد داده، بیماری رو داده، نمیدونم چی شده، همینا باعث شده میونه ما با خدا چی باشه؟ بله میونمون خوب نباشه. ولی وقتی که این آگاهی ها رو به دست میاریم، این مکانیزم ها رو میشناسیم و با بحث حکمت و عدالت و اینها آشنا میشیم، فلسفه اینه که ما در مسائل عبادی قرار میگیریم، اینا رو آشنا میشیم، متوجه میشیم که اینا در واقع ما خیلی سریع و راحت میتونیم با خدا به صلح برسیم، خیلی سریع و راحت 100% به صلح میرسیم. 100% به صلح میرسیم، اینو مطمئن باشید. خب و بسیار ساده است. اما همونطور که توضیح دادیم مشکل ما صلح با خدا نیست و در نهایت چیز دیگه. حالا صلح با هستی همین تو همین دوره قوانین و مسائل حاکم بر جهان هستی اینا رو میشناسیم و باش به اصطلاح کار میکنیم و متوجه میشیم که قضیه چی هست. و این مثلا بعد از اون موضوع انجام میشه، تحقق پیدا میکنه. و بعد از اون صلح با خود. آیا ما با خود در صلح هستیم؟ تضادهای مختلفی روی ما حاکمه. تضاد بنیادی از اونجا که اصلا گفتیم خیر شر خوب بد، تضادهای اولیه‌ای که در ما به وجود میاد، البته ریشش به اعتقاد ما از زندگی قبلی است، مهرطلبی، برتری‌طلبی، عزلت‌طلبی، اینها ریشه هایی است که در به اعتقاد ما در نهاد با ما متولد میشه. خب و اونجا ما دست به گریبانش هستیم. تضاد من با من ایدئال، یکی از منهای ما من ایدئاله. من ایدئال هر کسی از خودش یک منی ساخته و پرداخته داره. یعنی اگه بهش بگیم که تو کی هستی، اون چیزی رو که ما میبینیم تعریف نمیکنه، که اون یک منی تعریف میکنه که مثلا میگه من اصلا آزارم به یک مورچه نرسیده، درسته یا نه؟ یک منی است که ما میگیم من ایدئال، یکی از منهای ما من ایدئال. حالا یه من واقعی هست که طرف میبینه که خب اینجاست و کارش چیه، شغلش چیه، نمیدونم درآمدش چیه، همه مسائلش چیه. یک منی هم داره که ایدئال اونجاست. اگر این من فاصله اینها از یه حدی بیشتر بشه، ما در دومه که اونم یکی از منهای ماست، من مدافع هست. خب من دادستان داریم، من مدافع داریم، من نمیدونم حالا چیزای مختلف. این من مادر دومه میاد میگه من الان حلش میکنم، چون اگر این فاصله زیاد بشه فرد استرابش خیلی 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 زیاد میشه. خب مثلا فرض کنید که
اگه خیلی نزدیک باشه مشکلی پیش نمیاد، عادی طبیعیه. اما مشکل زمانی زیاد میشه که یه نفر فکر میکنه که مثلا لیاقت اداره زمین رو، کره زمین رو داره، که اصلا زمین رو بگن که جناب عالی مثلا این کره زمین رو شما اداره بکنید. خب اما مثلا حالا یک مثلا فرض کنید فرد بسیار 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 معمولی این جامعه است. خب این اختلاف وقتی زیاد میشه، خب اضطراب زیادی به فرد حاکم میشه. لذا مادر دومه میاد و میگه نگران نباش، من الان برای درستش میکنم. قیچی رو بر میداره، قیچی میکنه. یه دفعه این دوتا ارتباطشون از بین میره، فرد میشه من ایدئال. خب فرد میشه من ایدئال و شما به اصطلاح تیمارستان میبینید که یکی داره قدم میزنه اونا و یک نقش یک جنرال نمیدونم عالی مرتبه رو داره که الان داره دنیا رو اداره میکنه. میبینه که چیز میکنه و بعد میگه من امام زمانم، من سرباز امام زمانم، من نمیدونم چیم، من بمانم، من فلانم دیگه. میدونید انواع اقسام مسائل رو در اونجا باش برخورد میکنیم. خب این تضاد من مجری با من ایدئال، اون وقت وقتی از این حد بیشتر میشه اصطلاحا میگن مشاعرش رو از دست داد. ولی در واقع مکانیزم ها به این صورته که این مادر دوم میاد اینو قیچی میکنه، فرد از این وقت میفته اون وقت دیگه این ارتباط با من واقعی قطع میشه. زمین و زمان جمع بشن بگن بابا تو جنرال نیستی، اصلا نمیتونه همچی چیز رو قبول بکنه. خب و دیگه همینطوری تضادهای روزمره، تضاد عمل و اندیشه، نمیدونم تضاد عمل و اندیشه، یه جور اندیشه میکنه یه جور دیگه عمل، البته این خیلی عامه. و خلاصه کلام این موضوع بسیار چیه؟ موضوع بسیار مفصل و پیچیده ای رو برای ما میاره. بنابراین ساله یک مقوله، یعنی بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه. ساله فقط این بحث نیکوکار بودن نیست. حالا شما حسابشو بکنید که نیکوکار یکی دست میکنه چی بشه؟ 1000 تومان به یکی میدن، 100000 تومان میده، 1,000,000 تومان میده، میگن که این آدم ساله ایه. حالا ساله کجا؟ این تعریف کجا؟ درست شد یا نه؟ خب به هر صورت این را هم در این حاشیه گفتیم. بیایم سراغ تضاد با دیگران که دیگه یک بحثی است که نگو و نپرس و فقط یک راه داره برای حل شدنش. پند و نصیحت و این حرفا که هیچی، اصلا من از کجا و پند از کجا؟ باده به گردان ساقیا، آن جام جان افزای را بریز بر جان ساقیا. باده به گردان، باده چی کار میکنه؟ بله فقط آگاهی، اونم آگاهی از بحث درک جمال یار، درک انالحق، درک تن واحده. حالا این چیزها اگر این ادراکات پیش بیاد، این تضاد راه داره. اگر که پیش نیاد، خب که ابدا راهی نداره، یعنی پند و نصیحتی نیست. خب اگر که این ادراکات پیش آمد که تعریف کردیم در دور دومون تعریف کردیم، پیش میاد. حالا برای همینم موضوع فرادرمانی و اینها، فرادرمانی، تجشد دفاعی، اینا برای این بود که ما بریم تو دل مردم ببینیم مردم چقدر گرفتارن، اصلا خودشون نیستن. یعنی اونی که نمیدونم یه کاری میکنه، چوبلا چرخ ما میذاره، اصلا در وله اول بریم ببینیم خودشه. الان شما
الان شما تو تجربه دفاعی دیدین چند درصد احتمال داره یه نفر خودش باشه؟ شما وقتی با یه نفر برخورد میکنید بدونید با خود خودش برخورد کرده، چند درصد احتمال داره؟ ببینید ما اصلا احتمال نمیدیم. خب ما احتمال نمیدیم که حالا آره ما با خود واقعش برخورد کردیم. اگه احتمال بدیم مثلا 1% احتمال بدیم، خب حتی کمتر. بنابراین همین خودش این دیدگاه کمک نمیکنه که ما مسائل و خطاهای او رو جدی نگیریم، یعنی بدونیم که اونم گرفتاره، اونم درمانده است، اونم به نوعی بیچاره است، اونم اسیره، در اسارت به سر میبره. حالا کاری نداریم که خب ما تقلب کردیم، گرفتار شدیم، نمیدونم این آلودگی ها مسائل پیش اومده، ولی هستیم دیگه. الان داریم در واقع با موجودی سر و کار داریم که در اسارت این ارباب که این دوره باش آشنا شدیم، اسارت این ارباب ها و و و خب معقول ترین ها هنوز 1% از ناخالصی های رفتاریشون مال خودشون نیست، اعمال شده. اون بالاخونه اجاره است، خب اونه که داره اعمال نفوذ و اعمال نظر. بنابراین مسئله اینجاست که خب این دیگه ساده ترینشه، یعنی فعلا اگه فقط تو خودشناسی بخوایم حرف بزنیم این ساده ترینشه. خب این خودشناسیه، یعنی تا ما ندونیم بالاخونمون در اجاره کیه، خب هنوز همه چی لنگه. حالا اما اگر به درک جمال یار، درک انالحق، درک تن واحد اینا برسیم که دیگه مسئله اون موقع میتونه حل بشه. و تا این قضیه انجام نشه امکان نداره ما تضادمون رو بتونیم با دیگران حل کنیم، حتی با پدر، با مادر، با خواهر، با برادر، با همسر، با فرزند. خب این تضاد حل شدنی نیست و ما نمیتونیم طاقت بیاریم. چی باید بشه ما به این ادراکات برسیم؟ یکی توان فردی که خب هیچ، یکی کمک گرفتن. از چی کمک میگیریم؟ رحمانیت عام الهی. خب رحمانیت عام الهی ما کمک میگیریم، یعنی امکانی که برامون قرار دادن، یعنی این خدا که شاهد شبکه مثبت، شبکه منفی. حالا ما درخواست داریم، از کی درخواست داریم؟ از کی درخواست میکنیم؟ با کی طرفیم؟ خدا. اما اگر او بخواد جواب بده چطوری جواب میده؟ خودش که نازل نمیشه، امکاناتش به طور ثابت وجود دارن، شبکه مثبت منفی. ما میتونیم به شبکه مثبت متصل بشیم، میتونیم به شبکه منفی متصل بشیم. شبکه مثبت موجبات کمال و شبکه منفی موجبات قدرت رو فراهم میاره. اینجا قدرت، اینجا کمال. چه چیزی مشکل ما رو حل میکنه؟ کمال مشکل ما رو حل میکنه، نه قدرت. شما بالاترین قدرت هم رو زمین داشته باشیم مشکلتون حل نمیشه، باز تضاد تازه بیشتر میشه. قدرت که اومد، قدرت تقابل میپذیره، قدرت رو کم کردن داره، قدرت میخوان رو تو کم کنن، میخوان رو کم کنی و خلاصه قدرت رو میخوان ازش استفاده کنی، قدرت رو نمیخوای که بذاریش تو خونه خودت بیای بیرون. که ما اگر بخوایم اینو، امکانات اینجا به طور ثابت قرار داده شده و ما تازه اول این راهیم، یعنی تازه میخوایم الفبای استفاده از شبکه مثبت یا اتصال رو تازه داریم چیکار میکنیم؟ تجربه میکنیم. تازه وارد عصری شدیم که فهمیدیم، عصر هوشمندی اسمشو گذاشتیم، تازه فهمیدیم یه هوشمندی هست. حالا تا دیگه نسل‌های بعدی بتونن این مسئله رو در حد اعلای خودش به کار بگیرن. یک بحث دیگه داریم که عدم شناخت هدف و وسیله. عدم شناخت، فهم و درک هدف و وسیله. خب اونجا مسیر و مقصد رو بررسی کردیم، الان میخوایم هدف و وسیله. در زندگی چه چیزی هدفه، چه چیزی
وسیله است. خب یعنی ما با افراد مصاحبه میکنیم، مثلا بریم سراغ سالمندان، بریم سراغ سالمندان بگیم که خب شما هدفتون در زندگی چی بود، چه چیزی هدف بود، چی وسیله بود، اونا چی به ما میگن، چه چیزی به ما میگن. مثلا بگیم شما در زندگی چه هدفی رو دنبال کردی. بالاخره الان اینجا در خانه سالمندان به عنوان یک سالمند شما هدف در زندگی چی بود؟ میگه ما در نمیدونم 5 تا بچه چیز کردم، اینو رسوندمش به نمیدونم دو به مدارج علمی، اونو نمیدونم چیکار کردم، اینو زن دادم، برای اونو شوهر دادم، به این جایزه دادم، برای اون کار جور کردم. خب میگه خب دیگه درست شد یا نه. ممکنه بریم به یه استاد دانشگاه حالا در همون خانه سالمندان بگیم خب شما چه کردی، شما چه هدفی؟ میگه چی؟ میگه من نمیدونم صدها مهندس تحویل دادم، نمیدونم صدها دکتر تحویل دادم، به نمیدونم علم خدمت کردم و میخوایم ببینیم که اگر یه روزی از ما پرسیدند ما چه چیزایی، یا به هر حال ممکنه هر آن از یکی بپرسن هدف چیست، هدف چیه، وسیله چیه، درسته یا نه. اگر ما اینو ندونیم ممکنه بیراهه بریم. من چند تا موضوع رو همجور می‌نویسم، یه تعدادی رو من می‌نویسم که می‌دونیم، یه سری هم شما پیشنهاد بدید. مثلا علم، خب ثروت، این چیزی که معلومه، قدرت، خب شهرت، مثلا عرض کنم خدمتون دین، فرزند، همسر، آرامش، خوشبختی. خب بفرمایید. سلامتی، عاقبت بخیر. اینا باید عبد معنی میشه، عاقبت بخیری منظور چیه؟ خود همین دنبال همینیم که عاقبت بخیری چیه؟ خدمت به خلق، اینم خدمت. آزادی، علم، علم هدف یا وسیله است؟ وسیله دیگه. از علم میخوای به یک مقصد دیگه برسی، علمو میخوای برای اینکه بتونی دانش بیشتر داشته باشی و بتونی بهتر تفکر کنی. خب حالا تفکر برای چی میخوای بکنی؟ پس این خودش وسیله. ثروت، قدرت دیگه طبیعتاً دیگه قدرت میخواد وسیله باشه. حالا برای چی میخوای قدرتو؟ شهرت، عبد بودن، عبد بودن وسیله. چرا وسیله است؟ که به یک مطلب دیگه برسی. این خودش یک نکته بسیاریه. بعضیا فکر میکنن که روز زمین هستن، هدف چیه؟ هدف اینه که عبد باشی. خب عبد چیه؟ عبدم میگه که خب یعنی مثلا فرض کن عبادت کنیم، بیساق کنیم، نمیدونم بمان کنیم. خب که چی بشه؟ این که چی بشه رو دیگه بهش توجه نمی کنن. اون وقت اینجوری پیش میاد که خدا ما رو خلق کرده، ما این پایین عبد باشیم، صدامون در نیاد، شکر کنیم، بلان کنیم، بعد بگه آفرین بیا این جایزه رو بگیر. خب این نقشه چیزی نیست، نقشه هوشمندانه نیست، کمه برای این عظمت و این هوشمندی، این چیز کمیه. خیلی باید نقشه از این عظیم‌تر باشه. خب دین چیه؟ چرا؟ بله بله، من میگه که ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، برای هدایت، وسیله هدایت. ازدواجو میام میگم. خب ازدواج، چرا وسیله؟ خب حالا من حالا میرسیم وسیله است دیگه. این در تا تمام مراتب زندگی رو زمین ما طی بکنیم، اما برای چی اصلا زندگی داری میکنیم؟ خب بنابراین یک وسیله است این، برای یک هدف بزرگتری. خودش خب کمالو بذارین چون جای صحبت داره، عشق هم همین تو جای صحبت داره.
فرزند، همسر. امشب اگه راتون ندادن تو خونه خب آرامش، چرا وسیله است؟ خب حالا هدف بگیریم، هدف بگیریم، رسیدیم به آرامش. خب رسیدیم به آرامش. اگر از همون پرسیدن اینجا چی کار میکنی؟ نمیتونی بگی که من فقط رسیدم به آرامش. میگن خیلی خوب، اون جای خودش خیلی خوبه که تو رسیدی به آرامش، اما بگو که چی کار داری؟ خیلی خوبه که آرامش داری، اما به ما بگو ببینیم چی کار داری. پس چیه این خودش؟ وسیله از لازمه ولی کافی نیست. این لازمه بهش برسیم. خب الان آمار میگیریم، مثلا میگیم که در طی دو دوره گذشته تا کنون دوستانی که آرامششون بیشتر شده دستشون رو بلند کنن. خب بسیار خوب، میبینیم که خوبه اما اصلا برامون کافی نیست. و حالا البته مکاتبی هستن که هدف غاییشون آرامشه. کجا میخوای بری؟ آرامش. نیروانا چی؟ نهایت و هدف غایی آرامشه. حالا مگر اینکه در اون آرامش بخوانی چیزای دیگه تعریف باید بشه، وگرنه خودش کافی نیست. خب خوشبختی وسیله، سلامتی وسیله. حالا سلامتی، خیلی خوب سلامتی. خب که چی؟ عاقبت به خیری، عاقبت به خیری خودش باید تعریف بشه. به یکی میگی که مثلا تو همون خانه سالمندان میگیم که خب بگو ببینیم، میگه من عاقبت به خیر شدم. میگیم چرا؟ میگه بله دوباره همون حرفا، پسرم و زن دادم، دخترم و شوهر دادم، میدونم جایزه دادم، نمیدونم چیکار کردم، الان عروسم دوستم داره، میدونم دومادم دوستم داره، هر هفته میان اینجا دیدنم، برام گل میارن، برام چیز میکنن، هر چی میخوام انجام میدن، خلاصه فقط نمیتونن نگرم دارن گذاشتن. خب حالا به هر صورت اون عاقبت به خیری رو در این میدونه که فرزندانش سر و سامان گرفتن و خودش هم مورد احترامه، میگه عاقبت به خیر شدم. خب اما این خیلی خوبه ولی چی؟ ولی کافی نیست. خب بنابراین بیام سر خدمت. خب عرفان هم بنویسیم. خب سلامتی و عاقبت به خیری، خدمت، همه شد چی؟ شد وسیله. چرا خدمت وسیله است؟ وسیله است برای ارتقا، وسیله است برای ارتقا. خود خدمت که به خودی خود چیزی نیست که میگن خب خدمت کردی حالا چی فهمیدی، به چی رسیدی، اونا مهمه. آزادی، حالا آزادی بعدش مثل همون آرامشه میمونه چیزی. یعنی شما باید یه چیزی داشته باشی، خب یه چیزی تو دستت باشه، اون اهمیت داره. خب عرفان وسیله، عرفان مذهب، نمیدونم فلسفه، نمیدونم هر چی رو که بگیم، علم که قبلا گفتیم، اینم فلسفه بدونیم. وسیله پس میایم اینجا بحث کمال رو که خالی گذاشتیم، میدونم عشق، حالا اینا باید از کردم تعریف بشه. بعد دوباره عشق یک خودش در یه جایی میتونه وسیله باشه،
وسیله ایست تا ما بتونیم درک عالم بالاتر داشته باشیم. مثلا هدف اینه. عشق یک وسیله ایست که ما رو از خودمون چیکار کنه؟ بکشه بیرون. یعنی برای اینکه یک موشو از تو لونش بکشن بیرون، یه تیکه پنیر میذارن جلوی لونش. ما رو هم برای اینکه از خودمون میکشیدن بیرون، خب لازم بود عشق رو بگذارن. و عشق یک وسیله ایست، البته تو این مرحله، چون خود مسئله عشق رو ما تو این جهان‌های مختلف در چند فاز طی می‌کنیم. فاز اولش ما رو عاشق خودمون کردن، گفتن از شد آدم، خب یالا همه هستی، خب همه شما به قادر اینید، یالا بهش سجده کنید. خب سجده کردن، بعد چی شد؟ بعد ما دیدیم که همه هستی به خاطر ما به وجود آمده و خود خداوند هم میگه فتبارک الله احسن الخالقین. ما خودشیفته شدیم و عاشق خودمون شدیم. و البته یه ساعتی هم از انرژی که استفاده میکردیم، همین انرژی نوع دوم، اول انرژی که میشناختیم انرژی های مثل انرژی نوع دومه که از هستی ما همین که متوجه میشدیم که به ما معطوفن، ما انرژی دریافت کردیم. الان بقایای اون همین انرژی نوع دومه که اینجا باهاش سر و کار داریم. اگر به ما توجه بشه، ما انرژی نوع دوم در ما فوران میزنه. اگر از ما به ما سجده بشه، به ما تعظیم بشه، خب به این تعظیمی که به ما بشه ما انرژی نوع دوم میگیریم. این باقی مانده آثار اون فاز یکی. اینجا فاز میانی هستیم. فاز میانی ما عاشق خودمون میشیم، هستیم، عاشق بیرون هم میتونیم بشیم. بین خودمون و بیرون همش در نوسانیم. فاز سه عطف کامل به بیرون، یعنی رحمانیت، یعنی اله راجعون که داریم میکنیم، یکی از چیزایی که بهش میرسیم رحمانیته. خب در ترم دو هم دیدیم که در واقع تلفیق آیات به ما نشون داد که ما به سمت چی میریم؟ بی‌نیازی، به سمت رحمانیت، به سمت ما میریم به سمت، وگرنه اون موصوف نیست، صفت نداره. و صفتی رو که اونجا گذاشته اینا خطاب به ماست، یعنی ما میریم به سمت بی‌نیازی و به سمت رحمانیت. رحمانیت همون عشق به بیرونه، عطف کامل به بیرونه و داریم میریم اونجا تجربه کنیم. پس ما یک هدف بیشتر پیدا نکردیم. کمال. کمال چی بود؟ ارتقا. ارتقا همه این ماجراها، برو بیا و این همه هیاهوها، فقط برای این است که ما ارتقا پیدا بکنیم. ما به سمت کمال، خدا یعنی کمال، به سمت خدا یعنی به سمت کمال. در واقع خدا معادل، همونطور گفتیم اینا قراردادهای ماست. و آیه که به اصطلاح هر دوستانم یادآوری کرده بودن که به من بگید الله. خب این چون ما قبل از اونم در میان به اصطلاح جامعه، حالا مثلا در هر جامعه این صحبت ها بوده که الله، اینجا خدا، و اونجا میگه منو به این نام بگید، به حالا الله. این قرارداده که حالا ما به اون بگیم الله. یعنی وقتی گفتیم الله بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم، اما اون که به اصطلاح اسم نداشت. حالا بنابراین وقتی میگیم به سوی خدا، قرب الله، قرب الله یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به کمال در واقع. خب و نمیدونم حالا همه این چیزا یعنی کمال، 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 ارتقا، ارتقا، ارتقا. خب پس ما یک هدف بیشتر نداریم، بقیه چیزا چیه؟ وسیله. حالا ما چه میکنیم؟ یکی از مشکلات بینشی بزرگ، عامل بیماری، یکی از مهمترین، یعنی تو بخش به اصطلاح بینش ها، یکی از بزرگترین عامل های ایجاد کننده بیماری، عدم شناخت هدف و وسیله است.
ما چه میکنیم؟ مثلا یکی میبینه که هدفش و ستون زندگیش فرزندش، یعنی زندگی ستون داره، این ستون رو ما میتونیم بر مبنای کمال بذاریم، میتونیم بر مبنای وسیله بذاریم، میتونیم یعنی بر مبنای هدف بذاریم یا بر مبنای وسیله بذاریم. وسیله رو حواست، وسیله هر آن ممکنه یه سمتی بیاد. خب بعضی ها ستون زندگیشون رو همسره، رو فرزنده، رو ثروته، رو قدرته، روی تمام سرمایه گذاری زندگیش روی یکی از این وسیله هاست. خب این وسیله هر آن ممکنه، بله، فرزند ممکنه ناخلف در بیاد، همسر ممکنه رهامون کنه، اونه ممکنه اونجوری بشه، اینه ممکنه، هر ثروت امروز هستش یه دفعه میبینی اتفاقی که اصلا فکرش هم نمی کنی همه رو به باد داد. خب و خلاصه کلام روی هیچ نمیدونم علم ثروت استعداد خیلی خیلی به علم بنازی دفعه پراجر خورد تو کلت، بعد دفعه که بله رو زخم هیچ یادت نمیاد، اسمت هم یادت نمیاد. خب درست یا نه؟ خب بنابراین همه اینها وسیله است. اگر که ما بیایم پایه زندگی رو بر مبنای وسیله بگذاریم، باید منتظر بیماری باشیم. از چه طریقی؟ از طریق شوک. چجوری؟ خب ستون زندگی بر مبنای وسیله است، یه اتفاقی میفته ثروته میره، شوک به ما وارد میشه. ببینید کمال یادمون میره ولی با ماست. خب اگرم بمیریم با ماست، ولی اینجا ستون زندگی رو ما گذاشتیم برای یک مبنایی که به اصطلاح به این صورت و به هر حال میبینیم که الان وسایل رو هواست، رو هواست و از همه مهمتر اینه که شوکی که به ما وارد میشه، یعنی اگه ما زنده بشیم، خب به زندگی ادامه بدیم، اون وقت از دست دادن اینا، یعنی خونه‌ای که ستونی نداره و اومده پایین، رو به راه کردنش مشکله. خب اما وقتی که هدف کماله، کمال از بین رفتنی نیست و پول بیاد بره، یعنی منظور ثروت بیاد بره اون هستش، نمیدونم فرزند بیاد بره هستش، نمیدونم همسر بیاد بره هستش، هر چی تغییر بکنه اونجا اون ثابته و ما دوچار شوک نمیشیم. چرا؟ چون وسیله میاد و میره ولی هدف عوض، هدف ثابته. خب اینجا هدف ثابته ولی وسیله متغیره. خب رو کدوم سرمایه گذاری کنیم؟ اگر بخوایم که مغبون نشیم و متضرر نشیم، بایستی روی هدف، چیزی که ثابت، سرمایه گذاری کنیم، نه رو چیزی که متغیره. خب رو چیز متغیر ستون زندگی رو بنا نگذاریم. درست شد یا نه؟ خب حالا میایم پس این ماجرای انسان میشه ماجرای اینه که ما میخوایم یه قله رو فتح کنیم. خب یک هدف پیدا کردیم، بریم اون بالای پرچمی رو بزنیم بگیم که ما این قله رو فتح کردیم. حالا فتح قله چیه؟ دوستانی که خب کوهنوردی کردن و کوه رفتن و اینا میدونن انسان از فراز یه لذتی میبره که نمیدونه این لذت مال چیه. خب لذت فراز، لذت فراز به این علت پیش میاد که
ما در فطرتمون ارتقا و کمالجویی در فطرتمون، در نرم افزار، در مادربردمون اونجا این قضیه هست. ما بهش واقف نیستیم، چون واقف نیستیم یه چیزهایی رو دنبال میکنیم که به طور غیر مستقیم، اصولا یک چیزی رو، یه ارتقای رو نشون، یه فرازی رو نشون میده. غیر مستقیم و ناخودآگاه ما از این فراز لذت میبریم، خودمون هم نمیدونیم چرا. همین که میریم میبینیم که دشت زیر پامونه، این کشش داره. خب ولی ناخودآگاه این ما رو با اون مطلب ارتباط میده، مرتبط میکنه. خب حالا بنابراین ما فرض اینجوری میشه که یه قله رو میخوایم فتح بکنیم و یه پرچمی رو بریم اون بالا بزنیم، بگیم این قله رو ما فتح کردیم. خب این پرچم چیه؟ الان دیگه خب برای فتح یه قله یا برای کوهنوردی یا هر مسئله دیگه، برای خودش قانونمندی های خودشو داره که همه این قانونمندی ها باید به نوعی درس های کتاب جهان هستی است و میتونه راهنمای ما باشه. خب کسی که میخواد عازم کوه بشه اولین کاری که میکنه چیه؟ تجهیزاتش و وسایلش رو چیکار میکنه؟ تدارک میبینه. چرا؟ چون اگر وسایلش رو تجهیز نکنه وسط راه میمونه. خب میاد کوهنورد بهترین وسایل رو فراهم میکنه، ضمن اینکه این وسیله کاراییش مطرحه و سبک بودنش و مسائلش و اینا رو همه رو کوهنورد در نظر میگیره و در به اصطلاح این مورد این قضیه ارتقا دنبال چیزای سنگین نیست، دنبال چیزای هست که مختصر و مفید منظورش رو انجام بده و انجام برسونه. مثلا نمیاد نمیدونم یک وسیله سنگینی رو راه بندازه با خودش ورداره ببره، چیزی رو میاره که کاراییش رو مورد بررسی قرار داده باشه و در این حال سبک و جمع و جور باشه. خب مثلا شما تو بحث ارتقا میبینید که یک سری تو لغات قلمبه سلمبه میرن خودشونو گروگوم میکنن. خب و تو این لغات قلمبه سلمبه فقط یک کارشناس دیگه میفهمه که این چی میگه، اینم میفهمه اون چی میگه و گمن تو این لغات قلمبه سلمبه و اصطلاحات تعمپر کنه قلمبه سلمبه گم و گور هستن. خب مثلا به عنوان مثال، حالا با این اصطلاحات قلمبه سلمبه نمیشه به اصطلاح تو این زمینه حرکت کرد و ممکنه چهار تا چیز ساده سبک همون کارهایی رو نشون بده که نمیدونم، فرض کنید که اون میخواد با کلی تشکیلات عریض و طویل بخواد مثلا انبان بکنه. خب کوهنورد میاد میره بهترین وسیله رو، کاراترینش رو، به اصطلاح جمع و جورترین، سبکترین رو فراهم میکنه. کوهنورد خساست نمیکنه، مثلا میره بر حسب توان جیبش بهترین کفش کوه رو میخره. خب اگر داشته باشه، اگه نداشته باشه دیگه نهایتاً با یه کتونی هم بره، نهایتاً با یه دمپایی هم بره، بالاخره اون چی رو که در توانش باشه کم نمیگذاره. بنابراین برای رسیدن به قله، برای ارتقا کسی خساست به خرج نمیده و به اصطلاح میدونه در این قضیه
باید اون چی رو که میتونه در جهت تهیه اون وسایل نهایت تلاش رو انجام بده. خب حالا بهترین کفش رو میخره، بهترین کوله پشتی رو میخره، بهترین لباس و بهترین چیزی که در کوه به دردش بخوره. حالا اینجا دو دسته میشن، یه دسته کوهنورد حرفه‌ای هستن، یه دسته کوهنورد حالا یا تفریحی بگیم، آماتور بگیم، تفریحی هستن، حالا هوس کوهی کردن و خب بالاخره بله. حالا غیر حرفه‌ای، اونی که غیر حرفه‌ایه شروع میکنه همش کفشاشو برانداز کردن و کوله پشتیشو نگاه کردن و همش تو تیپشه و که این کوله پشتیه و حالا هنوز دو سه ساعت فقط جلو آینه هنوز کوهی نرفته، حالا هی میخواد با این چیکار کنه، مانور بیاد و هی تو کوه هم هر چند قدم یه بار شما میگه که بندوبساتشو بررسی میکنه. ولی کوهنورد حرفه‌ای کفشو که پوشید دیگه نگاهش از قله برداشته نمیشه. حالا چه کفشی پاشه، چه مارکی داره، چقدر پول براش داده، دیگه تمام شد. تا اینجا اهمیت داشت براش که بهترین رو انتخاب کنه، ولی وقتی انتخاب کرد پوشید حالا باید دیگه قله است، اصلا دیگه حواسش پاش خورد سنگ، خط روش افتاد، کثیف شد، چی شد، چی نشد و داره قله رو میپاد و نگاهش رو از قله بر نمیداره. درسته یا نه؟ خب لذا کسی که به کمال میره ممکنه بره نمیدونم یه خونه راحت بخره، یک ماشین راحت بخره، نمیدونم چی که تو را نذارش، نمیدونم بهترین لباس اینا، ولی وقتی داره میره سوار بهترین ماشین هست، خب ذهنش کجاست؟ محور وجودیش کجاست؟ خب تو خونش محور وجودیش کماله. محور وجودی و محور تفکرش خوش آنان که دائم در نماز بی، اینه که محور وجودیش در محور کمال. حالا اگر که دیگه دائم الاتصالم هست که دیگه خیلی عالی. خب بنابراین همینی که محور وجودیش کماله یعنی دائم در حین مأموریته، در حین مأموریت به حساب میاد و لذا همونه که در نمازه. خوش آنان که دائم در نماز بی، اینه که محور وجودی در نهایت بتونه دائم در محور خودش باشه و به این مسئله که لا حول ولا قوت الا بالله، به این لا حول ولا و قوت الا بالله، به این حول و به این محوریت به اصطلاح برسه. و حالا دیگه اصلا مهم نیست سوار چی هست، چطوریه، بهترین ها رو هم اگر سواره دیگه مهم نیست، چون محور وجودش در این راستا. هممون فطرت داریم، درسته؟ هم نرم افزاره، حالا که بعدها میاد ببینیم که نفس و فطرت و جان و روح الله و مرکب و نیروی حیات، شعور حیات و همه اینا رو داریم و وقتی به نرم افزارا میرسیم نهاد و منهای در همه انسان ها مشترکه، یعنی همه انسان ها کمال جو هستن، همه انسان ها. حالا یکی اینجا به دنیا اومده، یکی اونجا به دنیا اومده، یکی اونجا به دنیا اومده و خب وارث شدن، وارث. خب حالا وارث، ما وارثیم هنوز، خودمون که حقیقت رو پیدا نکردیم که، و حالا راه داریم تا بریم ببینیم که خب خودمون چی پیدا کردیم. اینه که من چی هستم، هنر بابام بوده، بابام مراته هنر و همینجوری. حالا اگرم بد بوده ای به کاره بابا بوده و اونم همینطوره 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 برگره به عقب. خب اما انسان، طراحی انسان چگونه است؟ طراحی انسان اینه که هر انسانی کمال پذیره، هر انسانی تحول پذیره،
و رحمانیت عام الهی هم انسان شموله، فرق نمیکنه. خب هیچ تفاوتی بین هیچ انسانی نیست، همه انسان ها از رحمانیت الهی هم میتونن بره ببرن. و خب وقتی هم میان مسالب یکیه، مثلا فرض کنید همین صحبتی رو که ما با هم داریم اگر که فرض کنید با یه آمریکایی هم داشت باشیم یکیست، صحبت عرفان فرق نمیکنه، با نمیتونم یه تبتی هم داشت باشیم یکیست، با یه هندی هم داشت باشیم یکیست، با نمیتونم آفریقایی هم باشه یکیست. بعد به یه آفریقایی ارتباط بدیم همونه، به یه آمریکایی ارتباط بدیم همونه، به یک میتونم چه همونه، هیچ تفاوتی. این زیربناست، زیربنا زیربنا چیه؟ خداست، کماله، زیربنا خداست و شعورشه، شعور الهیه. روبنا چیه؟ روبنا اینه که یکی میره جلو صلیب هم دنبال کماله، یکی میره تو مسجد دنبال کماله، یکی میره نگام تو کنیسه، یکی میره تو جا. ولی زیربنای هممون چیه؟ مشترکه. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. هممون دنبال یک مطلبیم و اتفاقا زبان مشترک داره و بحث و موضوعات کمال و تعریف کمال اینا یک موضوع مشترکیست. هیچ دوگانگی نداره، امکان نداره ما بریم در یک دین و مذهبی ببینیم حرفای ضد کماله. امکان داره؟ امکان نداره. منتها هر کدوم با یک زبان و از یک مسیری نگاه به صلاح نگاه کرده. ولی اصارش رو بکشیم بیرون، اصارش چیه؟ لا اله الا الله و همون مباحث کماله. هیچ چیزی پیدا نمی کنیم که مسئلهش ضد کمال باشه. خب حالا اینجا داریم میایم و کوهنورد حرفه‌ای وسایل و تجهیزات سبک برمی داره، سبک و کارا. ولی کوهنورد غیر حرفه‌ای وسایل سنگین برمی داره و شما در دامنه کوه نگاه می کنید که یک عده‌ای یه ضبط صوتی برداشته گذاشته رو کولش، اینقدر یه هندونه هم گذاشته این وقت. خب این همون دردم، میدونید که این قصد بالا رفتن نداره. اون میاد اینجا یه قدر اندازه سرازیر میشه میاد پایین. خب سرازیر میشه میاد پایین و دم یک رودخونه این. خب تو بحث کمال، بحث تنها چیزی که ما با خودمون هم میکنیم چیه؟ نظر. خب حالا میرین سراغ یک عده‌ای، یک تسبیح چیز کرده که 52 هر دونش 1 کیلوه، یه آویزون کرده اونجا، یه دام چیز آویزون کرده اون بر، یک بند و بساط و تشکیلات میدام چی بند بساط، پشتک زدن، ملق زدن، میدام چیکار کردن چیکار نکردن، همه اینا سنگینه، اینا مسیر رو طولانی میکنه. خب اینا مسیر رو طولانی میکنه. کمال به وسیله نیست، کمال به آویزون کردن یک چیزی نیست، کمال به یه چیزی دست کردن نیست، حفاظت با این چیزا نیست. حفاظت باید نهادینه باشه، حفاظ باید همراه باشه، یعنی همه جا همراه باشه. خب نه اینکه خب انگشتتو در میاری میذاری اونجا میری، بالاخره مجبوری. خب نمیدونم این و اون و اون و تمام اینها بحث اینها چیزای سنگینه، چیزایی است که مثل همون کوهنورده که از اونجا میبینی چیز سنگین داره حمل میکنه، اونی هم که داره چیزای سنگین اینجوری حمل میکنه. خب کمال هیچ نمود عینی وسیله ای نداره که حملی چیزی بخوام بکنیم و تشریفات و جی و بند اینا رو نداره. کمال انتهاش میرسه به یه قضیه نظری. خب اگر نمیدونم یه جایی با یک وسایل بازی کردنه،
داریم مقدمتاً و موقتاً که ما رو از این مسیر عبور بده، برسونه به یه جایی. خب بنابراین خودمونو درگیر چیزای این چنینی نکنیم که به این چیزا نیست. خب دوستان همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون، سپاسگزارم، خیلی ممنون.